آیا شما خانواده، دوستان یا آشنایان از بیماری‌های چشم رنج می‌برین؟ سوال خاصی درباره بیماری‌های چشم دارین؟ بیاین روی خط و سوالات خودتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه پزشکی روی خط. سلام، به برنامه روی خط خوش اومدین. شما درباره چشم و بیماری‌های چشمی چه اطلاعاتی دارید؟ عضو حساسی که به مراقبت‌های خاصی احتیاج داره. بسیاری از بیماری‌ها هم رابطه مستقیم با چشم دارن. از دیابت تا کمبود برخی از ویتامین‌ها. مشکلاتی که قطعاً شما رو مجبور می‌کنن تا به پزشک متخصص مراجعه کنید. اما همیشه پیشگیری بهتر از درمانه و در بسیاری از مواقع می‌تونیم با پیشگیری از بروز مشکلات حاد جلوگیری کنیم. بسیاری از کاربران روی خط از ما تقاضا کرده بودند که برنامه‌ای رو به بیماری‌های چشمی اختصاص بدیم. به همین منظور برنامه امشب روی خط به بیماری‌های چشم اختصاص داره. دکتر بیژن یوسفی متخصص بیماری‌های چشم امشب در برنامه با ما همراه هستن برای پاسخگویی به سوالات شما. اگر سوالی دارین و تمایل دارین که با پزشک متخصص مطرح کنین، میتونین از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202-382-7205 از همین الان تماس بگیرین، سوالات خودتون رو با ما در میون بذارین. آقای دکتر، به برنامه روی خط خوش آمدین. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. سوالات خیلی زیادی پیش از برنامه ما دریافت کردیم. سوالاتی هم قطعاً بیننده هامون تماس میگیرن و با شما مطرح میکنن که باید خب پاسخش رو از شما بگیریم. ولی یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران مطرح کرده بودن مسئله تنبلی چشم بود. آقای دکتر، سوال کرده بودن درباره درمان تنبلی چشم و همین که آیا با جراحی لیزر میشه درمان بشه. یکی از کاربران هم به نام مهسا برای ما در اینستاگرام گفته پرسیده بود که درباره تنبلی چشم اگر درمان نشده باشه در 40 سالگی آیا درمان داره؟ اگر داره آیا با عینک یا با جراحی لیزر درمان میشه و آیا منجر به قوز قرنیه نمیشه؟ و چون یکی از بستگانشون این مشکل رو داشته، به بسیاری از پزشکان مراجعه کرده، جواب قطعی برای درمان نگرفته، متخصصان خیلی زیادی رو دیده و خب هزینه خیلی بالایی هم داره. میشه تنبلی چشم یا آمبلیوپی در اصل اینه که وقتی که شخص متولد میشه اگر دید هر دو چشمش با هم مساوی نباشه، یعنی یک چشمش مثلا شماره میوپی 1 داشته باشه اون یکی 3، بنابراین یه چشم خوب میبینه اون یکی خوب نمیبینه. چون این دو تا چشم با هم هماهنگی ندارن، دید اون چشمی که به اصطلاح تار هست در مغزش به اصطلاح ساپرس میشه، یعنی متوقف میشه. بنابراین اون چشم کار نمیکنه و به تدریج اون مثلا عمل دیدن رو یاد نمیگیره، یعنی مثلا سواد پیدا نمیکنه. یا ممکنه که در اثر این باشه که یه چشم معمولا انحراف داره، چپی داره، و چشمی که مستقیمه تمام کار دید اون چشم انجام میده، چشمی که چپه به اصطلاح چیزی رو نمیبینه، در نتیجه این چشم به تدریج اون قدرت بیناییشو از دست میده. البته دلایل دیگه هست که ممکنه کدورتی در قرنیه باشه یا کاتاراکت مادرزادی باشه. در حال به هر صورت اگر هر دو چشم با هم دید مساوی نداشته باشن، این چشم به تدریج یکی از چشم‌ها دیدش به اصطلاح از بین میره. چیزی که خیلی مهمه که این باید در قبل از سن 4 سالگی این کشف بشه، چون هرچی سن بالاتر میره امکان درمان تنبلی آمبلیوپی مشکل تر، یعنی معمولا دیگه از سن 7 سال به بالا تا حدود زیادی
دیگه امکان پذیر نیست، مسلما از 10-11 سال به بالا دیگه هیچ نوع درمانی نداره. بنابراین کسی که 40 سالشه و تنبلی داره، اون زمان طلایی که براش وجود داشته به اصطلاح گذشته. درمانش بنابراین ما باید کاری که میکنیم سعی بکنیم که تمام به اصطلاح خانواده بچه‌شون رو قبل از سن 4 سالگی به یه طریقی یا به چشم پزشک ببرن، یا اغلب مثلا مدارس برنامه‌ای دارن که دید بچه‌ها رو چک میکنن و به پدر مادر اطلاع میدن، یا پدیاتریشن‌ها متخصصین اطفال چک میکنن و در سال آخر عملاً این دیگه چیز متداولی شده که این چک میکنن و اگر دید بچه خوب نباشه نامه میدن به پدر مادر که اونا دنبال معالجه برن. معالجش عبارت از اینه که اون چشمی که دید خوب داره اونو ما ببندیم که چشمی که بعد مجبور بشه که به اصطلاح به کار بیفته و به این ترتیب به اصطلاح اون دیدی که لازم داره پیدا بکنه. اینو میگن پچینگ، یعنی یه چشم رو میبندن چشم دیگه به اصطلاح، یا اگه مثلا بچه چشم انحراف داره باید در همون سالهای اول این چپیشو به اصطلاح معالجه بکنن، عمل بکنن، چون اگه صبر کنن 10 سالش عمل بکنن ممکن از نظر بینایی کازمتیک یا زیبایی درست بشه ولی دیدش به اصطلاح بر نمیگرده. یا اگه مثلا کاتاراکت آب مروارید مادرزادی داشته باشه بعد همون در سال اول اینها عمل بشه که به اصطلاح جلوگیری بشه از این تنبلی. بنابراین راجع به اون برنامه که شما گفتین که در 40 سالشه هیچ نوع به اصطلاح درمانی برای آمبلیوپی وجود نداره و اونم باعث کراتوکونوس یا به نظر من شما قوزی قرنیه فکر می‌کنم منظورشون کراتوکونوس ایجاد نمی‌کنه، هیچ کاری نمی‌کنه، چشم تو به طور طبیعی خودش نشون میده منتها دید نداره و از هر نظرم سالمه شبکه همه چیز. خیلی ممنون آقای دکتر. اجازه بدین بریم سراغ تلفن‌ها. تلفن‌هامون بیننده‌هامون پشت خط هستن. من از همه شما دعوت می‌کنم که هم از ابتدای برنامه این برنامه رو ببینین و مهمتر از همه اینکه خیلی کوتاه صحبت کنین، سوالاتون رو مطرح بکنین. ما سعی میکنیم که از سوالات تکراری خودداری بکنیم تا سوالات بیشتری رو پاسخ بدن آقای دکتر. الناز از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام، خسته نباشین. ممنون. من یه سوالی دارم خدمت آقای دکتر. پدر من اسفند ماه عمل شبکیه کردن و گفتن که شبکیه چشمشون به شدت آسیب دیده و متاسفانه برای چکاپ مجدد که تشریف بردن بیمارستان الان میگن بینایی چشمش رو از دست داده و هیچ راه درمانی دیگه‌ای وجود نداره. میخواستم ببینم که ممکنه که با پیوند یا راه درمانی دیگه‌ای وجود داره؟ آقای دکتر سوال خاصی از ایشون ندارین شما؟ من تمام به اصطلاح صحبت ایشون رو نشیدم، خیلی قطع شد، ولی مثل خلاصش این بود که عمل شبکیه کردن بله. و موفقیت‌آمیز نبوده. آیا با پیوند شبکیه آیا... متأسفانه پیوند شبکیه میتونین شما وجود از نداره. طریق تلفن گوش کنیم بفهمین آقای پیوند سپاس. شبکیه واقعا وجود نداره و تنها پیوندی که ما در چشم میکنیم پیوند قرنیه است که این قسمت جلوی چشمه و در موارد است که چشم یه لکه‌ای پیدا میکنه در اثر ضربه یا عفونت که این قسمت برداشته میشه و یه قسمت به همین اندازه از چشمی که به اصطلاح وقف شده در اونجا گذاشته میشه و بخیه میشه. کدوم قسمت؟ این قسمت قرنیه که قسمت جلوی به اصطلاح پنجره جلوی چشمه شیشه. ولی راجع به شبکیه که عبارت از این به اصطلاح قسمت داخلی پوشش داخلی چشمه، این هیچ نوع پیوندی تا به حال انجام نشده و وجود نداره همچین چیزی. خیلی ممنون. آقای آرش از ترکیه روی خط هستین، سلام بفرمایید. از طریق اسکایپ. الو، درود بر شما و جناب آقای دکتر. بفرمایید. من اولا از آقای دکتر تقاضا داشتم که بعضی از اصطلاحات چشم پزشکی که وقتی ما مراجعه میکنیم به ما میگن و ما اصلا متوجه نمیشیم، مثل اصطلاح تک چشمی یا حالا اصطلاحات اینجوری چشم پزشکی رو یه توضیح بدن. یا بعضی دکتر شما سوال خاص خودتون رو اگر بفرمایین جدای از اصطلاحات اجازه بدین که فقط درباره سوال خودتون بپرسین. به نام ذبیح الله از مزار شریف افغانستان سوال کرده بودن. آقای دکتر، ذبیح الله از 9 سالگی با گرم شدن هوا خارش چشم پیدا میکنه.
در حال حاضر 26 سالشه. یک قطره ای رو هم اسمش رو گفته بود که من نمیدونم حالا آشنا باشیم یا نه، SCG drop نور، حالا قطره ای بوده که برای خارش چشم دکتر داده، گفته این برمیگرده به آلرژی و حساسیت هستش، نباید در معرض نور خورشید قرار بگیره و میگه سالهای قبل درد زیادی نداشته، 5 سالی میشه که دردش زیاد شده، در هوای سرد هم درد نداره. این راه درمانش چیه و کلا مشکلشون چیه؟ اگه ایشون چشمش از 6 سالگی خارش داشته و قرمز 9 سالگی خارش داشته و قرمز بوده، دو تا علت عمده هست. یکی اینه که این ممکنه که به اصطلاح یک ورم ملتهمه آلرژیک باشه که بعد درمانایی که دکترها تجویز میکنن داروهای ضد آلرژی، قطره‌های چشمی هست که بعضی از اینا رو فقط شما روزی یه قطره می‌ریزین، اثرش 24 ساعت ادامه داره. یکی دیگه ممکنه بلفاریت باشه که اون خیلی شایعه و اون باعث این میشه که لبه مژه‌ها شورهای خیلی کوچیکی میزنه و پلک لبش کلوف میشه و چشم قرمز میشه و خارش و درد و قرمزی. بنابراین تشخیص این که این یک بلفاریت یا به اصطلاح یک ورم ملتهمه آلرژیک هست، این با اون دکتر چشم پزشکه که با دستگاه اسلیتلم یا بیومیکروسکوپ به ترجمه فارسی نگاه میکنه و میتونه تشخیص بده که ببینه کدومی که از این هاست و درمان رو متوجه اون قسمت به خصوص بکنه. خیلی ممنون آقای دکتر. و هر دوتا اینا خیلی شایع، خیلی علت شایع به اصطلاح قرمزی و خارش و درد. پس حتما باید پیش متخصص دوباره برم مشخص بشه. ببینه که کدومه و درمانی که داده میشه، چون اگه بلفارید باشه درمان شامل کمپرس گرم، شستن با شامپو، بعد ریختن قطره‌ای مثلا توبردکس، داروهای به خصوص. اگر نه به اصطلاح یک کنجونکتیویت یا ورم ملتهمه آلرژی هست، بعدا داروهای آنتی هیستامین اینا باید بهشون بدن. خیلی ممنون. آقای تقی از ازنا روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام، خانم روزی، وقتتون بخیر. ممنون، بفرمایید. خدمت آقای دکترم سلام عرض می‌کنم. من خواستم بگم من آقای دکتر، من سال هاست که دارم با مشکل زخم قرنیه، من خیلی سنم کم بود، چشمام تبخال زد، البته پلکام هم مشکل سوختگی و اینا، بعد چندین سال تحت نظر فارابی بودم، لبافی نجات بودم، ولی کاری برام نمی کنن. الان تاریه چشمم خیلی شدید شده، هر طوری که تبخال می زنم باز بدتر میشه تاریه چشم، و داروم هم فقط الان اشک مصنوعیه، هرچی میگم این پیوند میگن نمیشه، جواب نمیده، ریسکه، باید ریسکشو بپذیری. خب نمیدونم باید چی کار کنم، اگه من در خدمت هم اگه سوالی باشه باز. مرسی. اولی چون شما مثلا تبخال قرنیه دارین که متاسفانه بیماری خیلی بدیه و اغلب باعث همون کدورت قرنیه میشه، در مرحله که این به صورت حاد هست شروع میشه، داروهایی هست که داروهای ضد ویروسیه که اونا بایستی که به شما داده بشه و اونا رو استفاده بکنین که این به اصطلاح ویروس از بین بره و این زخمی که دارین بزرگتر نشه. گاهی مثلا داروهای دیگه به حسب اینکه چه نوع به اصطلاح زخمی باشه، ممکن داروهای کورتیزون هم علاوه بر اون دواهای ضد ویروسی به شما بدن، ولی با تمام اینا شما در حال یک لکه وسط قرنیه‌تون دارین که این قسمت اون نشون بدم من قرنیه رو، این قسمت قرنیه است، اینجا باید پیوند بشه همونطور که خودتون میدونید، و معمولا دلیلی به نظر من وجود نداره که اگه شما یک به اصطلاح لکه قرنیه دارین این پیوند نکنن. البته خب هر پیوندی یه مقدار ریسک داره، ممکنه مثلا بدنتون قبول نکنه و این پیوند به اصطلاح بیفته، بعد میتونن دوباره پیوند بکنن، گاهی مثلا تا 3 دفعه میشه به اصطلاح دوباره پیوند تکرار بشه. بنابراین شما اتفاقا حالتی دارین که قابل معالجه است، یعنی با عمل جراحی این میشه درست بشه. بله. و اگه گفتن ریسک داره، خب خیلی از عملها ریسک داره، و مثلا شما عمل آب مروارید میکنین و شانس موفقیتش 95% 96% این عمل ممکنه مثلا 60% بشه، ولی در حال شما که فعلا نمیبینین 60% هم امکانه به اصطلاح بهبودی باشه، اونو باید قبول کنید. البته چند درصد نتیجه میتونیم بگیریم بر اساس اون دکتریه که شما رو میبینه. درست. و میتونه به شما مثلا بگه که درصد موفقیت چجوری، ولی این قابل معالجه خواهد بود. خیلی ممنون آقای دکتر.
آقای نجفی از مشهد روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام خانم ویرادوش، خسته نباشی به شما و آقای دکتر میمون بزرگوار. از مشهد زنگ زدم مزاحم شما شدم. من موقعی از آقای دکتر کار دارم، از حضور این بزرگوار 62 سال سنمه. موقع که من میرم عراق سرخات کجا بیام بزرگ شده سرخات کجا بایدارم میرم عراق، شب رو که با ماشین میرم رانندگی خیلی راحت رانندگی میکنم با آرامش. موقع که روز میرم به سمت عراق از مشهد عراق، موقعی که عینک آفتابی میزنم چشم خیلی راحته. موقعی که عینک آفتابی میزنم روز میرم چشم شروع میکنه به حالت اشکامن آمدن، در صورتی عینک هم یعنی رانندگی بدون عینک هم یعنی عینک تجهیز نکردم، با عینک تجهیز کردم ولی بدون عینک شب راحت میرم. با عینک حتما باید بسیار عینک آفتابی بزنم روز چشم عینک بزنم نارسه چشمی باشه. شب رانندگی خیلی قویه، روز مشکلات اینجوری دارم. یعنی نور شما رو اذیت میکنه آقای نجفی؟ منظورتون اینه که نور اذیتتون میکنه؟ احسن نور مثلا برف باشه و یه آفتاب باشه سمت آفتاب رو بگیم. خیلی ممنون. شما عینک آفتابی میزنی یا نه وقتی که تو آفتاب رانندگی میکنی؟ شب که رانندگی روز که رانندگی میکنم صد در صد که میزنم و مشکلی نداره. عینک آفتابی خیلی راحت باران ولی دیده چشم شب خیلی قوی. آقا دکتر شب که راحت، این روز هم که عینک آفتابی میزنین باز راحت این دیگه؟ بله روز راحت هم اونجا عینک آفتابی میزنم. خب عینک آفتابی بزنین، عینک آفتابی برای همینه که شما وقتی که شما پس تقریبا درمانتون رو پیدا کردین. بعضی چشما خیلی به نور حساسه و شما میتونین هم تا که خودتون راه حلش پیدا کردین وقتی که در آفتاب و نور زیاد رانندگی میکنید عینک آفتابی بزنین و اگه اون عینک آفتابی که میزنین بازم ناراحتین یه کمی پررنگ‌تر بگیرین، چون عینک‌های آفتابی به اصطلاح درجات مختلف داره، میتونین کمی مثلا تاریک‌ترش بکنین تا جایی که چشمتون راحت باشه. خیلی شب ممنون. هم که راحت دیگه، شب که مشکل‌ترین موقع رانندگی شما به اصطلاح اشکالی ندارین، بنابراین خیلی مسئله مهمی نیست. خانم فرشته از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام خانم خیلی ممنونم. سلام میکنم خدمت آقای دکتر. خواستم از آقای دکتر بپرسید که من پسرم میخواد پنجمه لیزر کنه برای اینکه دیگه عینک نزنه چشش. خواستم ببینم اگه لیزر کرد تو چند روز بعد استراحت کنه یا نور به چشش نخوره یا بیرون نره، یا میتونه آیا روز دو روز بعدش میخواد مسافرت کنه میتونه مسافرت کنه یا نه؟ گفتم از آقای دکتر بپرسم ببینیم. ایشون چند سالشونه خانم فرشته؟ 39 سالشن. بله ایشون که عمل لیزر میکنه یکی دو روز بعدش میتونه مثلا رانندگی بکنه و بره کاراش انجام بده، محدودیت زیادی واقعا نیست. خوشبختانه با تکنیکایی که مثلا این روزا عمل میکنن نتایج خیلی خوبه و یکی دو سو فقط قطرهایی که دکتر بهش میده اونا رو باید بریزه و بعد سعی کنه که دستش مثلا آلوده نباشه که به چشمش میزنه که عفونتی چیزی پیدا نکنه یا چشمش نمالونه که اون به اصطلاح لیزیکش عمل خراب نشه، ولی میتونه در عرض یکی دو روز بعدش بره دنبال کارش و رانندگی بکنه. آقای دکتر تا این لحظه خیلی از مشکلاتی رو که مطرح شد برمیگرده به جراحی لیزر. درست. چه کسانی کاندید مناسبی برای جراحی لیزر هستن؟ یکی از کاربرانمون هم به نام حسین سوال کرده بود در همین رابطه و میگه شماره عینک بالا استفاده میکنه، مردده که آیا در صورت جراحی لیزر باز هم چشمش ضعیفتر خواهد شد یا نه؟ ولی فکر میکنم حالا بعد از اینکه پاسخ حسین رو هم دادیم، اینکه چه کسانی واقعا کاندید مناسب برای این جراحی هستند؟ معمولا شما باید حداقل بین 20 تا 21 سال داشته باشین تا کاندیدیت باشین. دلیلش اینه که مثلا اگه شما میوپی داره چشمتون و شمارتون مثلا منهای 2 16 سالتونه بعد 18 ساله میرین دکتر میگه شده 2.5 3، بعد 19 ساله میرین میشه 4، این شماره چون تغییر میکنه بنابراین شما موقعی بعد لیزیکو مثلا شروع بکنین عمل بکنین که چشمتون به اصطلاح دیگه تغییراتش متوقف شده. و معمولا تمام به صورت انکسار یا ریفرکتیو ارور در سن 20 21 سالگی دیگه متوقف میشه، بنابراین زودتر از اون واقعا به صورت سلام نیست. از اون سن شما میتونید عمل بکنید. حالا چه کسی کاندیدیته؟ شما هرچی شمارتون بالاتر باشه
بسیار کاندیدت بهتر هستین. چرا مثلا کسی که فرض کنین شمارش نیم درجه است یا منهای یک، این اگه عینکش هم یه روز یادش بره میتونه بره کارش بکنه تا رانندگی بکنه، ولی کسی که شمارش 3 یا 4 یا 6 یا 12 یا 16 عینکش ازش بگیرین هیچ چی نمیبینه. بنا این آدم خیلی بس استفاده بیشتری میکنه از این که چشمش درست بشه که نه عینک بزنه نه کانتاکت لنز بزنه. بنابراین عملا هر کسی میتونه کاندیدیت لیزیک باشه و اون که شمارش بالاتره کاندیدیت بهتره. منتها شما از 40 سال که به بالا برین یه مقداری پرابلم پیدا میشه، برای اینکه از 40 سال به بالا مثلا پیرچشمی یا پرسبایوپیا پیدا میشه و شما که لیزیک میکنین دید دورتون صحیح میشه، ولی برای نزدیک باید عینک خوندن بزنین. ولی زیر 40 سالگی نه لیزیک کنین، نه برای دور نه برای نزدیک احتیاج به عینک نخواهید داشت. سنتون بالاتر هم که بره مثلا 65 بشه 70 بشه معمولا آب مروارید پیدا میشه و بنابراین به صلاحتون نیست که عمل کنین. چرا؟ و که زمانی که شما آب مرواریدتون رو به صلاح در میاریم ما ایمپلنت میذاریم داخلشش، باز دیدتون میشه 20-20 یا 10-10 دیگه احتیاج به لیزیک نیست. بنابراین در سنین بالا به دلیلی که بیماری های اینجوری هست مثلا از نظر اینکه شما کاندیدیت باشین اونقدر خوب نیست، ولی در سن زیر 40 سالگی خیلی خوبه. همه کس به صلاح قابل کاندیدیت خوب برای لیزیک هستن و هرچم شماره بالاتر باشه نتیجه بهتره بگیرن. حالا امروزا آستیگمات هم باشن قابل اصلاح است، حتی مثلا میوپی های 22-24 که شیشهای خیلی زخمی میزنن اینا با لیزیک. خیلی ممنون آقای دکتر. یه سوال دیگه هم یکی از کاربرا به نام شبنم پرسیده بود، میگه بر اثر استفاده از روی از لنز روی قرنیه خراش افتاده و دیگه نمیتونه. بله کانتاکت لنز، یعنی هر روزم از این روزانه ها بوده که تعویضش میکرده، ولی الان به خاطر اون خراشی که روی قرنیه خورده نمیتونه لنز بزنه، کانتاکت لنز بزنه و مجبوره که عینک استفاده بکنه. این راه درمانش چیه و باید چی کار کنه؟ ولی ایشون چه با کانتاکت لنز در مورد کانتاکت لنز موفقیت نداشته، کاندیدیت خوب برای لیزیکه اگه نخواد عینک بزنه. اگه عینک هم بخواد بزنه که خب چه بهتر، اون خراش قرنیه‌اش رو باید دکتر معالجه کنه با داروهای مختلف و بعد میتونه عینکش رو بزنه. پس با دارو قابل درمان این خراش روی قرنیه؟ اگه طوری باشه که کدورت رو قرنیه‌اش گذاشته باشه، قرنیه‌اش کدر باشه که خب میشه مسئله پیوند قرنیه اینا. اگه نه فقط چند تا خراشه که اینا خب اینا اغلب التیام پیدا میکنه با آنتی بیوتیک و اشک مصنوعی این چیزا و بعد که به صورت طبیعی برگشت میتونه از عینک استفاده کنه و بعدم میتونه اگه خواست شمارش بالا بود لیزیک بکنه بعد. خیلی ممنون آقای ادموند از استرالیا روی خط هستین. سلام، از طریق اسکایپ بفرمایید. سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون. من اجازه بدید قبل از سوالم در مورد چشمی تشکر بکنم. آقای ادموند. الو. صدایش. اجازه بدید. ارتباطمون قطع شد. آقای شاهین از فارس روی خط هستین. سلام بفرمایید. سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. سلام. بله اول تشکر میکنم از این برنامه چه مطلبه واقعا. بله میخواستم از آقای دکتر بپرسم که بعضی وقتا حجم مثلا شخص گریه میکنه ولی این گریه دیده نمیشه، مثلا گریه ملوانان آمریکایی توی ایران که گریه کردن. ولی خیلی ممنون از شما که در این برنامه شرکت کردین. آقای دکتر یکی دیگه از سوالاتی که مطرحه اینه که خب افراد با بالا رفتن سنشون مشکلاتی پیدا میکنن، خب مشکلات چشمی پیدا میکنن، دیدشون ضعیفتر میشه. واقعا مهمترین بیماری هایی که باعث نابینایی افراد بالای 65 سال میشه چیه؟ اصولا 4 تا بیماری مهم است که این باعث نابینایی در افراد سنین بالا میشه که اینا در رأس اینا به اصطلاح مکولار دیجنریشنه که این البته من ترجمه فارسی براش ندارم، ولی این در شبکیه اگر میتونین ببینید یه قسمتی از شبکیه اینجا زایه پیدا میکنه و اون به اصطلاح قدرت بیناییش از دست میره و این چیز خیلی شایعیه و افراد که سنشون میره بالا به تدریج در اثر این مثلا فرسودگی، میتونیم بگیم دیجنریشن میگیم به انگلیسی، یا فرسودگی قسمت شبکیه در قسمت ماکولا
دید شروع بکنه به تار شدن و این اول به این صورت میشه که برای دیدن علائم راهنمایی تلویزیون خوندن و این به تدریج بهتر میشه که اون خودش دو نوع، یه نوع خشکه و یه نوع مرطوب. نوع خشکونه که فقط به اصطلاح فرسودگی در شبکیه از، نوع مرطوبونه که ترشح به اصطلاح مایع و خونریزی ایجاد میشه که بعد اون باعث با عمل لیزر و یا داروهایی که جدید اومده که آمپولایی که داخل چشم میزنن ما یه دفعه معالجه بشه. و خیلی افراد به اصطلاح مسن دیدشون به حدی ممکنه برسه که حتی به اصطلاح از نظر قانونی کاملا کور باشن. یکی دیگه از اینها بیماری گلاکوم یا آب سیاه هست که وقتی است که فشار چشم بالا میره و در اثر بالا رفتن فشار عصب چشم به اصطلاح صدمه میبینه و اینجا دید از قسمت محیطی شروع میکنه از بین رفتن. دید مرکزی خوبه، مریض قشنگ میبینه و هیچ اشکالی نداره و متوجه نمیشه که دیدش از اطراف داره تنگ میشه و این میگن یک نوع مثل سایلنت بلایندر، یعنی مثل فشار خونه که مریض خودش اطلاعی نداره ولی یه دفعه یا سکته میکنه یا حمله قلبی میکنه. اینم همینطور در بیماری گلاکوم یا آب سیاه مریض اصلا نمیدونه که بیماری داره و به تدریج وقتی که متوجه میشه دیگه دیدش به قدری کم شده که دیگه واقعا نمیتونه مثلا در ببینه یا رانندگی بکنه. و اونم تنها راهش اینه که باید حتما سال یه دفعه وقتی شما از 60 سال بالاتر هستین برین چشم بزنید، فشار چشمتون رو بگیره، همونطور که فشار خونتون رو میگیرن. و اگه این بیماری رو دارین که اول با داروه، اگه با دارو نشد بعدن لیزر یا بعدن عمل جراحی معالجه بشه. یکی دیگه کاتاراک آب مرواریه که معمولا از 65 سال به بالا به اصطلاح بیشتر دیده میشه، پایین تر هم ممکنه ولی هرچه سن میره بالا احتمال آب مرواری بیشتره. اونم که خوشبختانه تنها بیماریست که از این سری که من میگم 97-98% شانس بهبودی داره با عملهای جراحی جدید که ایمپلنت داخل چشم میذاریم و غیره. و بعد از همه بدتر به اصطلاح بیماری دیابتیک رتیناپاتیه که بیماری قنده که این به تدریج باعث به اصطلاح ترشح خون و مایع داخل چشم میشه و شبکیه رو از بین میبره. و اونم بیماری هایی هستن که مثلا اینجا نمیدونن که قند دارن، چکاپ نکردن، پلو دکتر نرفتن، بعد یه دفعه میبینن که مثلا دیدشون تار شده، بعد که میرن یه در یه مرحله خیلی به اصطلاح پیش رفته هست. اینه که اونم خیلی مهمه. حتی کسایی هستن که بیماری قند هم دارن و چشمشون رو نمیرن چک بکنن. حتی بعضی از متخصصان داخلی هم من دیدم احیانا اینا رو تشویق نمیکنن که برن چشمشون رو چک بکنن و در مراحلی میان که واقعا درمانش خیلی به اصطلاح دیره. اینکه این چهار تا بیماریه که ماکولار دیجنریشن، گلاکوم، آب سیاه، کاتاراک و بیماری قند. که بیماری قند هم اونم میشه مثلا با لیزر خونریزی ها رو مثلا یه مقداری معالجه کرد. دارو هست که مهمترین چشم... چیز باز هم مسئله پیشگیری هستش و چکاب سالانشون به خصوص کسانی که حالا به بیماری دیابت هم دچار هستن. ممنون از توضیحاتی که دادین. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. برنامه پزشکی روی خط با شما همراه هستیم. در نیمه دوم برنامه تلفن‌های خیلی زیادی داریم. از شما خواهش می‌کنم که سوالاتتون رو خیلی کوتاه مطرح کنین تا آقای دکتر بیژن یوسفی متخصص بیماری‌های چشمی بتونن پاسخ رو بدن. آقای شهرام از بوشهر روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما، روزی جمعه مهمان محترمتون، همه بینندگان و شنوندگان و همه جای دنیا.
من حالا چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، گرچه شمعی از واقعیت دارم و بیشتر به قصد مزا عرض میکنم، مثل گربه ای که سیبیلاشو بزنی تا عادل شب بمیره، چم توقع نداشتم که به صلاح دکتر به صلاح خدمتشون بشین. من در و پنجره هم خوب ببینم آقای دکتر، اما این روز دنبال وفا و مهربونی میگردم پیدا نمیشه. این یکی توی این ماه رمضان و حالا ماهای دیگه تو ایران جان امروز، من گوشت خیلی دوست دارم دیگه گیرمون نمیاد. شبتون بخیر، خوشحال شده. خب آقای شهرام امروز اومدن یه مقدار مسئله طنز کردن برنامه رو. ممنون از شما که تماس گرفتین. آقای علی از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. الو، سلام عرض میکنم. بفرمایید. سلام. از بزرگتون که من 52 سال سن دارم، 10 سال پیش به آرزوی CSR توی شبکیه مبتلا شدم. تمام متخصصهای شبکیه مراجعه کردم، بی نتیجه بود. حتی که از مالجه به خارج از کشورم دستم. و البته اینو باید عرض کنم که من دچار شبکیه مادرزادی هم هستم. میخواستم آیدیتور اطلاعات کنن بفهمن که آیا نه در حال حاضر ولی در آینده نزدیک امکان مالجه هست یا نه. اجازه بدین یک بار دیگه بیماریتون رو دقیق بگین آقای دکتر. متوجه نام بیماری شما نشدن. آرزوی CSR یا توصیدگی کامل شبکیه هست. CSR Central Serous Retinopathy. پارگی Central CSR Retinopathy. بله دقیقاً. بله و حدود 200 میکرون پارگی شبکیه درست روی نقطه دید دارم من. ولی این سنترال سیروس رتیناپاتی که معمولا باعث میشه که در قسمت ماکولای شبکیه ورم ایجاد میشه، این خیلی از موارد خود به خود خوب میشه و در بعضی از موارد هم وقتی که ما تست فلورسین آنجیوگرافی میکنیم که ماده رنگی داخل رگ تزریق میشه و عکس برداری از ته چشم میشه، اون نقطه ای که به اصطلاح نشت میکنه با لیزر میشه به اصطلاح سوزون که نشتش بند بیاد. معمولا بیماری نیست که باعث کوری کامل باشه، مگه شما علاوه بر اون چیز دیگه هم شبا انگار شب کوری دارن. این چیزی که این با این مثلا شب علیبو. این به شب کوری ارتباطی نداره. اون یه داستان اضافه است ممکنه که شب کوری دارن، چون شب کوری بیشتر مربوط به قسمت محیطی رتین میشه، در حالی که این بیشتر چیز مرکزی سنترال سیروس رتیناپاتی مجزاست. که شب کوری داستان دیگه است و اون واقعا پس امکان درمان داره. این سنترال سیروس رتیناپاتی بله اغلب موارد و گاهی دوباره عود میکنه. بعد چند وقت یه دفعه من مریضایی دارم که الان یکی دو دفعه حمله کردن، هر دفعه یه دفعه تو لیزر شده، یه دفعه خود به خود برطرف شده. خیلی ممنون آقای دکتر. یکی از بیننده های ما از کاربران اینستاگرام به نام حسینی میگه 55 سالمه، 6 ماه پیش به دلیل تهوع و فشار خون پایین یک حاله‌ای در چشمم پیدا شد و دکتر گفت چیزی نیست ولی ادامه داره، احساس خستگی میکنم. آیا امکان داره از پیری چشم باشه؟ هیچ دارویی هم مصرف نمیکنم جز یک داروی خواب‌آور کلونازپام، شبها یک عدد مصرف میکنن و یک ساله که دارن این دارو رو مصرف میکنن. این مشکلشون بلا من منظورشون نمیدونم از حاله چشم، منظورشون من دقیقا نمیدونم که حاله که میبینن چیه، ولی به پیرچشمی مسلما ارتباطی نداره. ولی اگه حاله میبینن اون من واقعا دقیقا نمیتونم که بگم که چیه. امیدوارم آقای حسینی اگر بیننده برنامه ما هستن سری به اینستاگرام بزنن، من صفحه اینستاگرام روبروم هست و منتظر توضیحات بیشتر ایشون هستم. سیامک یکی از کاربرانمونه میگه من 7 سال پیش به دلیل روماتیسم دچار تویت قدامی چشم شدم. یویت قدامی چشم من دقیق یویت یویتیس آیرایتیس من که البته میگه همون موقع رفع شد و تا الان مشکلی نداشتم، دارو مصرف نمی کنم. الان میخواستم چشمامو عمل لیزیک بکنم و عینک رو کنار بذارم ولی پزشکم گفت چون زمان این بیماری رو گرفتی صلاح نیست که این عمل رو انجام بدی. آیا واقعا کاندید مناسبیه برای این جراحی؟ آرترایتیس هم دارن، درد مفصلی دارن. بله نوشتن که به دلیل روماتیسم. درسته. بعد یکی از عوارض مثلا روماتیسم همین آرترایتیس یا التهاب داخل مثل اتاق قدامی چشم آیرایتیسه و کسایی که آیرایتیس دارن یعنی یه التهابیه که داخل چشم ایجاد میشه
همین خودش میتونه قرنیه رو به اصطلاح صدمه بزنه. گاهی یه رسوبادی در پشت قرنیه ایجاد میکنه که باعث صدمه به قرنیه حتی میشه و بنابراین صلاحشون نیست که به اصطلاح لیزیک بکنن، چون یه بیماری که خودش به اصطلاح امکان داره قرنیه رو صدمه بزنه. شما به یه جراحی هم روی قرنیه بکنین لیزیک، یعنی که منم اگه واقعا یه مریض داشتم که آیرایتیز داشت اون کاندیدیت به اصطلاح لیزیک نخواهد بود. درسته، مرسی. به صلاحشون نیست. آقای دکتر، درباره از طریق پیامگیر سوالای خیلی زیادی دریافت کردیم. خونریزی شبکیه میگن آیا درمان داره؟ و خونریزی شبکیه ممکنه در اثر بیماری قند باشه. یکی از شایع‌ترین علت خونریزی قند ممکنه بسته شدن ورید داخل چشمی باشه، رتینال وین باشه، که معمولا در اثر ترومبوز یا به اصطلاح بستگی ورید ایجاد میشه. و البته اگه مثلا راجع به دیابتیز باشه با لیزر گاهی اینا مریضا نتیجه خوب میدن. حتی اونهایی که مثلا فرض کن رتینال وین اکلوژن یا بستگی ورید دارن، اونا گاهی باز بر حسب چه نوعی باشه، اگه کاملا ورید مثلا داخل چشم قسمت مرکزی سنترال بسته باشه واقعا کاری نمیشه کرد. ولی اگه مثلا یه شاخش مثلا یه چهارم این قسمت شبکیه وریدش بسته باشه، گاهی اونا باز کندیدیت لیزر خواهم بود که برای معالجاتی هست بر اساس اینکه علت اون خونریزی چی باشه. گاهی که ممکنه یه پارگی در رتینش ایجاد بکنه، رتینال تر، اون باز ممکنه خونریزی داخل چشم بشه که اون نمیشه حتی ویترکتومی کرد، اون خونریزی نمیشه کاملا به اصطلاح از چشم اومد بیرون، به اصطلاح تخلیه کرد و رتینو بچسبونیم. که بعد ببینن علت خوره چیزایی که من میتونم الان فکر کنم که دیابتیک رتیناپاتی سنترال رتینال وین اکلوژن بستگی وریده و بعدم پارگی شبکیه که گاهی باعث خونریزی ویتره میشه که قابل معالجه است. خیلی ممنون. خانم زهره از طریق تلفن روی خط هستین از ایران، بفرمایید. سلام. سلام خانم ایران دوست و سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. من همسرم 4 ماه پیش عمل کردن، عمل شبکه، و دکتر برگشت گفت 50-50 هستش و 2-3 تا عمل انجام میدن. 2 هفته پیش که بردمش بیمارستان گفتن که دیگه هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم، با اون که روغن توی چشمشون تزریق کردن و قرار بوده در بیارن. الان بینایی ایشون در حدیه که روز و شب، و البته قبل از عملم تشخیص میدادن، ولی الان در حدیه که مثلا انگشتا رو جلوی چشمش که میگیره یه مقدار تشخیص میده. میخواستم ببینم چی کار باید بکنیم، چه رای حلی داره برای این کار. این مثلا بیماری خیلی ایشون متاسفانه بدی داشتن. اگه مثلا پارگی شبکیهشون نوع خیلی ساده بوده، این مسلما با یه عمل اول خوب میشده. علتی که 2 دفعه عمل کردن امکان داره که یه پارگی خیلی وسیعی بوده و یک مثلا سوراخی که اونجا باز شده که باعث پارگی شده خیلی وسیع بوده. حتی وقتی شما که میگین که روغن میخوام بزنن، یه نوعیست که خیلی دیگه واقعا به اصطلاح نوع وخیمی از بیماری رتینال دیتچمنت یا پارگی رتین بوده. اینکه اینطور که معلومه اونا همه کاری که لازم بوده انجام دادن و اون به اصطلاح اویل اینجکشن روغن هم که دارن انجام دادن، یه واقعا من فکر میکنم اینکه به نظر من میاد کوتاهی واقعا از طرف دکتر رتین نبوده. این ایشون یه بیماری خیلی مشکلی داشته که اونا تا اونجا که تونستن سعی کردن که اینو به اصطلاح ترمیم بکنن و مثل که بیشتر از این دیگه نشده. خیلی ممنون از توضیح شما. آقای حسین از ایران روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام کنم خدمت شما خانم آقای دکتر. آقای دکتر، من 5-6 سالیه که محل کارم جنوب کشور چابهار استان سیستان بلوچستان، اینجا آفتاب خیلی تندی داره. بعد حدودا از 1 سال پیش چش چپ من شروع کرده یه حالتی انگاری که گوشه چشم انگاری که فلش یه دوربین مثلا در طول روز شاید چند بار این اتفاق تو چند ثانیه بیفته واسه من. واسه من این علتش چیه؟ به اون لایت فلشه که شما میبینین، فلش نور، اون واقعا ارتباطی به نور آفتاب نداره. شما داخل چشمتون یه ماده است که به اونجا میگن که ویتره، یه ژل مانندی است که اون ویتره. اون ویتره شما چند سالتونه؟ آقای حسین شما چند سالتونه؟ 32 سالمه. بله، اون ویتره شما به احتمال زیادی مثلا جدا شده از شبکیه و در اثر اینکه جدا شده همونطور که حرکت میکنه تا
تحریک میکنه شبکه شما رو، به شما لایت فلش اون جرقه نور میبینید. این که خیلی مهمه که شما برید برای چشم پزشک که چشم شما رو به اصطلاح قطره بریزن، مردمکش رو گشاد بکنن که مطمئن بشن پارگی شبکه ندارید. چون اگر احیانا یه پارگی در شبکه باشه و اونو با لیزر یا عمل جراحی درست نکنن، بعد امکان داره که بعدن یه وقتی دکلمان رتین یا جدا شدن کامل شبکه پیدا کنید و دیدتون از بین بره. یعنی واقعا مریضی که جرقه میبینه یا لایت فلش اینجا میگیم که میگن بله. که شون نور میبینه، این حتما باید ته چشمش با اصولا یه چیز ایمرجنسی میدونیم. مریضی که تلفن میکنه ما حتما روز بعد میبینیمش که مطمئن باشیم که چیز، اگه چیز مهمی نبود که نگران نباشین. اگر دکترتون گفت نه شما یه پارگی در قسمت محیط دارین که اونو با لیزر براتون، اگه برای متخصص شبکی برین چه بهتر. اگر متخصص شبکی در اختیارتون نبود، با هر چشم پزشکی دیگه میتونه ببینه و به شما راهنمایی بکنه. امیدوارم که آقای حسین پاسختون رو گرفته باشین و حتما به متخصص سر بزنین. آقای علی از اهواز روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام علیکم خانم ایران دوست و جناب دکتر یوسفی. من سوالم رو سه قسمت میکنم. از آن موضوع شما که قسمت اولش اینه که در سن 25 سالگی یه بیماری هست یا نه، میگن مگسک. این از سن 25 سالگی تا حالا روی چشم چپ من هست، یعنی این مردم ها که چشم رو که گردش میدن این به عنوان یک اندازه یک مگس سیاه جلو چشم چپ راست میده و تا الان هم که 50 سالم هست هنوز برطرف نشده. بعدش هم هول و هوش 5-6 ماه هست که با تجربه اینکه ما تو اهواز هوای گرمی هست و حدود 30 سال هست من از اینه که آفتابی استفاده میکنم. 5 ماه هست که چشمام 2 ساعت به 2 ساعت سوزش پیدا میکنه. بعد از اینکه دستروم رو میشورم آب میزنم این سوزش برطرف میشه و مجددن این تکرار میشه. سوال سوم این هست که اگر شما دکتر خاصی هم تو ایران میتونید معرفی کنید به ما که مراجعه کنید به چش، از شما ممنون میشم. متشکرم از برنامه خوبتون. شما کدوم شهر هستیم؟ اهواز. من اهواز هستم. حالا سوال اولتون اون مگسکی که شما میگین اینجا ایران میگفتن مگس پرون. مگس پرون عبارت از این است که همونطور که شما گفتین چیزی مثل مگس و زنبور همونطور حرکت میکنه و این همون به اصطلاح ویتره یا مایه زجاجیه میگن در ایران. زجاجیه یه قسمتش آبکی شده و قسمتی که هنوز آبکی نشده وسط اون دریاچه برای خودش حرکت میکنه. اینم 90 درصد موارد این چیز مهمی نیست، یعنی هر کسی میتونه این حالت مگس پرون و فلوتر اینجا ما بهش میگیم داشته باشه، ولی 10% اینم ممکنه در اثر یه پارگی شبکیه باشه. یعنی از هر 10 تا مریضی که مگس پرون دارن 9 تاشون خوبن، یکیشون ممکنه که در اثر پارگی شبکیه یا خونریزی باشه. اینی که باید شما حتما دکتر چشم پزشک برین ته چشم شما رو ببینه که مطمئن باشه که پارگی یا خونریزی ندارین، که اگر احتیاج به معالجه هست اون انجام بشه. بعد اون مسئله که گفتین گاهی چشتون به اصطلاح میسوزه و قرمز میشه، اونم به احتمال زیادی، البته من که چشم شما رو ندیدم نمیتونم 100% قضاوت کنم، میتونی از همین به اصطلاح اشک مصنوعی هایی که بدون نسخه میشه از داروخانه گرفت بگیرین، هر وقت که میسوزه و قرمز میشه یه قطره بریزین، روزی 3 دفعه 4 دفعه 5 دفعه هر وقت لازم شد اونو میتونین. سوال سومشون چی بود؟ سوال سوم شما آقای علی گفتم اگر که دکتری هستن که میتونن معرفی کنن. تا اونجا که من میدونم بله، تا اونجا که من میدونم واقعا دکترای فوق العاده خوبی، من که فعلا سالا 30 سال خورده ایران نبودم، ولی اونجایی که نتیجه کارشون رو میبینم و عملهایی که میکنن میان اینجا با من به اصطلاح نظر من میخوان، کارهای فوق العاده خوبی انجام میدن. دکترای به اصطلاح چشم پزشک خیلی خوبی اونجا هستن، شیراز خب اونجا دکترای خیلی خوبی هستن، حتما اهواز هم هستن. من واقعا متاسفانه دکتر به خصوص رو نمیشناسم، ولی فقط میتونم بهتون بگم ما واقعا چشم پزشکی خیلی واقعا خوبی در ایران داریم با تحصیلات خوب و دستگاه‌های خیلی مجهز و اینا. آقای دکتر، یکی از بیننده هامون از طریق پیامگیر پرسیده که بعد از بیماری ام اس بینایی چشمش رو از دست داده، آیا میتونه دوباره ببینه؟ بله، مالتیپل اسکلروز ام اس یکی از چیزاش اینه که خواستش اینه که خیلی به اصطلاح از
مسائلی که شما پیدا میکنید میاد و برمیگرده. یعنی مثلا یه مریضی میدان دیدش یه مقداری از دست میده، بعد دفعه دیگه میاد اون قسمت خود به خود خوب شده، بعد دفعه دیگه دوباره به اصطلاح پیدا میکنه. بنابراین در مالتیپل اسکلروز یه بیماری است که خیلی به اصطلاح چیز داره، نوسان داره، میاد و میره. بنابراین امکان این هست که اگه امکانش هست. بله خیلی ممنون. گفتن AMD دارن. اوکی، AMD همون به اصطلاح مکولار دیجنریشنه که من خدمتون گفتم تو چهار تا علت نابینایی در اولین بیماری، بله، در به اصطلاح از سن 65 بالا از سن پایین‌تر هم میشه. این مثلا فرسودگی شبکیه هست در قسمت مرکزی که ماکولا میگی، و اون برحسبی که باید اونم با چشم بذاش ببین اگه نوع بله. معمولا درای یا خشکه، که فعلا اینجا از این ویتامین های چشمی هست که اینا ترکیبات ویتامین آ و ای و سی و مثلا ای داره که اینا تو بازار هست بدون نسخه میتونن بگیرن روزی دوتا بخورن. اگه نوع مثلا مرتوبش بشه که اون خیلی مهمه که باید بعد تستای مثل فلورسین و اوسیتی و اینها بشه، و اگه لازم باشه یا لیزر یا داروهای مثلا تزریقات داخل چشم. خیلی ممنون آقای دکتر. یکی از بیننده هامون از طریق پیامگیر و بیننده کاربر دیگه از طریق اینستاگرام به نام کاوه گفته در مورد بیماری RP میشه توضیح بدین؟ رتینال پیگمنتوزا یه بیماری است که مثلا یک مثلا دیستروفی یا تغییراتی در قسمت شبکیه ایجاد میشه که متاسفانه بعد این به اصطلاح باعث چیز میشه، باعث از بین رفتن میدان دید میشه و بیماری است که معالجه نداره. فقط وقتی خیلی پیشرفت میکنه و دید بیمار خیلی کاهش پیدا میکنه میتونه از مثلا وسایلی که برای بیماری های کم دید مثلا مگنیفاین لنز، ذره‌بین، از این چیزا استفاده کنه. البته اینجا در NIH ریسرچ میکنن، دائم معالجات مختلفی هست، ولی واقعا تا حالا چیزی نبوده که خیلی بیماری بدیه و خیلی هم شایع نیست، ولی وقتی که هست یه بسا دیجنریشن به اصطلاح رتینه و این کاری نمیشه کرده. ممنون. آقای فریدون از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام عرض کردم به شما خانم و آقای دکتر. عرضم به شما، من از بچگی از نوزادگی چشم راستم لک افتاد، بعد چشم چپم خیلی خوب و قوی بود. در 18 سالگی ناگهان این چشم که بسیار به اصطلاح خوب و قوی بود مثل حباب مانندی آسمان رو نگاه میکردم این بر اون بر میرم. الان 54 سالمه، هی 10 سال به 10 سال که گذشت این حبابایی که به اصطلاح دیدش خیلی زیاد چیزی شده بود بیشتر و بیشتر میشد، و در سن 45 سال 47 سالگی من ناگهان شب که خوابیدم صبح خواب بیدار شدم دیدم اون چشمی که خیلی قوی خوب بود چشم چپم دیدم مثل خون شده بود، آزارم میداد. رفتم دکتر به من گفت یو بریم چی گرفتی. حالا چند وقت من دقیقاً دکتر بهتون چی گفتن ببخشید؟ به من گفت یووید یووید توضیح دادن آقای دکتر قبل از این؟ بله گفتن این چشم یووید گرفته، التهاب شده، بیماری التهابیه. قرص تریکسین به من داده، جمعه ها با چهار تا بخورم. یکم سریعتر اگر سوالتون رو بگین، ما زمان من چشم راستم هم که عمل کردم دو مرتبه آب سیاه بود، گاهگاهی البته پارسال بوده گاهگاهی چشای من سرخ میشه شبا که خواب میشم بیدار میشم چشمی که عمل کردم. و این یکی که به اصطلاح آقای فریدون عذر میخوام، سوال دقیقا سوال شما چیه؟ لطف کنین بگیم، ما چون زمانمون تموم شده تقریبا. من ببینید جلوی چشم من مثل حباب مانندی میاد، و اون چشمی که عمل کردم پارسال گاهی وقتا شبا که میخوابم سرخ میشه. و اون پس شما دلیل این حباب ها رو و سرخی چشمتون رو میخواییم بدونین؟ اما میخوام بدونم اون چرا عمل کردم پارسال تا حالا هر دو ماه یه مرتبه خواب بیدار میشم سرخ میشه. اون خیلی ممنون. راجب اون یوویایتیس که دارین، اون یه بیماریه که قابل معالجه هست و بایسته که مرتب به فواصل خیلی کوتاه پلو دکتر چشمتون برین و داروهای ضد التهابی مثل کورتیزون و
مثلا داروهایی که مردم اگه گشاد میکنه به شما میدن، چون اگه نکنین اون دیده چشتون هم به تدریج از بین میره، چون یه بیماری بدیه، ولی خوشبختانه معالجه داره و مریضی که تحت نظره تا سالهای سال دیدش نگه میداره. چشمی کم که عمل کردن به احتمال زیادی حتما فشار چشمتون خوب شده. من نمیدونم هنوز داروی برای فشارتون چشمی که آب سیاه میریزه یا نه، متاسفانه دیگه زمانی نداریم که ما ازشون سوال بکنیم. بله، پس بنابراین اگر اون چشمی که به اصطلاح عمل کردن هنوز داروی برای گلاکوم میریزن، گاهی اون داروها باعث سرخی چشم ممکنه بشه. اگر نه هیچ دارویی نمیریزن، اون دیگه یه مسئله دیگه است واقعا، بررسی به عمل داشته و چه نوع عملی کردن. و خیلی ممنون آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه ما شرکت کردین. اما از پرمخاطب ترین ها در شبکه های اجتماعی. دریافت‌های چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه و بانک این روزها در شبکه‌های اجتماعی از پرمخاطب‌ترین‌ها بوده. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، رفتار اون دسته از مدیران دولتی رو که از روزنه‌های قانونی استفاده کردن و پاداش‌های چند ده میلیونی گرفتن رو ظلم به دولت دونسته و گفته دولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کنه. آقای نوبخت همچنین از مردم هم عذرخواهی کرده و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی خبر داده که دیگه به موجب اون دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای میسر نخواهد شد. روزنامه شهر تیتر یکش بوده عذرخواهی نوبخت به جای احمدی نژاد و نوشته انتقاد سخنگوی دولت از رسانه‌هایی که حقوق‌های میلیونی رو بیشتر از اختلاس‌های میلیاردی دیدن. رضا تصویر روزنامه شرق رو در توییتر به اشتراک گذاشته و نوشته تیتر شرق در حالت خوشبینانه اشتباه بود. نوبخت مثل احمدی نژاد دروغ گفت. کلن رفتار دولت درباره فیش حقوقی احمدی نژادیه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا یه دستوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خودش خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هر گونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی رو شناسایی کنند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد کنند و مدیران متخلف رو عزل کنند. اما برنامه فردا شب روی خط، کارخانه های تولیدی خانگی ارج، قدیمی ترین مؤسسه تولید لوازم خانگی، بعد از 80 سال فعالیت میخواد تعطیل بشه. چرا؟ شما تو خونتون از لوازم ارج استفاده میکنین؟ نظرتون درباره کیفیت این کالاها چیه؟ 202-382-7205 شماره پیامگیر روی خط، از همین الان منتظر پیام های شما هستیم. تا فردا، روز و شب همه شما خوش. صدای آمریکاست. آیا شما، خانواده، دوستان یا آشنایان از بیماری‌های چشم رنج می‌برین؟ سوال خاصی درباره بیماری‌های چشم دارین؟
بیاین روی خط و سوالات خودتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برام ارسال کنین تا همکارانم هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنین. من روزیتا ایراندوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه پزشکی روی خط. سلام، به برنامه روی خط خوش اومدین. شما درباره چشم و بیماری‌های چشمی چه اطلاعاتی دارید؟ عضو حساسی که به مراقبت‌های خاصی احتیاج داره. بسیاری از بیماری‌ها هم رابطه مستقیم با چشم دارن. از دیابت تا کمبود برخی از ویتامین‌ها. مشکلاتی که قطعاً شما رو مجبور می‌کنن تا به پزشک متخصص مراجعه کنید. اما همیشه پیشگیری بهتر از درمانه و در بسیاری از مواقع می‌تونیم با پیشگیری از بروز مشکلات حاد جلوگیری کنیم. بسیاری از کاربران روی خط از ما تقاضا کرده بودن که برنامه‌ای رو به بیماری‌های چشمی اختصاص بدیم. به همین منظور برنامه امشب روی خط به بیماری‌های چشمی اختصاص داره. دکتر بیژن یوسفی متخصص بیماری‌های چشم امشب در برنامه با ما همراه هستن برای پاسخگویی به سوالات شما. اگر سوالی دارین و تمایل دارین که با پزشک متخصص مطرح کنین، میتونین از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202-382-7205 از همین الان تماس بگیرین، سوالات خودتون رو با ما در میون بذارین. آقای دکتر، به برنامه روی خط خوش آمدین. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. سوالات خیلی زیادی پیش از برنامه ما دریافت کردیم. سوالاتی هم قطعاً بیننده هامون تماس میگیرن و با شما مطرح میکنن که باید خب پاسخش رو از شما بگیریم. ولی یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران مطرح کرده بودن مسئله تنبلی چشم بود. آقای دکتر، سوال کرده بودن درباره درمان تنبلی چشم و همین که آیا با جراحی لیزر میشه درمان بشه. یکی از کاربران هم به نام مهسا برای ما در اینستاگرام گفته پرسیده بود که درباره تنبلی چشم اگر درمان نشده باشه در 40 سالگی آیا درمان داره؟ اگر داره آیا با عینک یا با جراحی لیزر درمان میشه و آیا منجر به قوز قرنیه نمیشه؟ و چون یکی از بستگانشون این مشکل رو داشته، به بسیاری از پزشکان مراجعه کرده، جواب قطعی برای درمان نگرفته، متخصصان خیلی زیادی رو دیده و خب هزینه خیلی بالایی هم داره. میشه توضیح بدین درباره تنبلی چشم؟ تنبلی چشم یا آمبلیوپی در اصل اینه که وقتی که شخص متولد میشه، اگر دید هر دو چشمش با هم مساوی نباشه، یعنی یک چشمش مثلا شماره میوپی 1 داشته باشه اون یکی 3، بنابراین یک چشم خوب میبینه اون یکی خوب نمیبینه. چون این دو تا چشم با هم هماهنگی ندارن، دید اون چشمی که به اصطلاح تار هست در مغزش به اصطلاح ساپرس میشه، یعنی متوقف میشه. بنابراین اون چشم کار نمیکنه و به تدریج اون مثلا عمل دیدن رو یاد نمیگیره، یعنی مثلا سواد پیدا نمیکنه. یا ممکنه که در اثر این باشه که یه چشم معمولا انحراف داره، چپی داره، و چشمی که مستقیم تمام کار دید اون چشم انجام میده، چشمی که چپه به اصطلاح چیزی رو نمیبینه، در نتیجه این چشم به تدریج اون قدرت بیناییشو از دست میده. البته دلایل دیگه هست که ممکنه کدورتی در قرنیه باشه یا کاتاراکت مادرزادی باشه. در حال به هر صورت اگر هر دو چشم با هم دید مساوی نداشته باشن، این چشم به تدریج یکی از چشم ها دیدش به اصطلاح از بین میره. چیزی که خیلی مهمه که این باید در قبل از سن 4 سالگی این کشف بشه، چون هرچی سن بالاتر میره امکان درمان تنبلی آمبلیوپی مشکل تر. یعنی معمولا دیگه از سن 7 سال به بالا تا حدود زیادی دیگه امکان پذیر نیست، مسلما از 10-11 سال به بالا دیگه هیچ نوع درمانی نداره. بنابراین کسی که 40 سالشه و تنبلی داره، اون زمان طلایی که براش وجود داشته مثلا گذشته. درمانش بنابراین ما باید کاری که میکنیم سعی بکنیم که تمام به اصطلاح خانواده بچه‌شون رو قبل از سن 4 سالگی به یه طریقی یا به چشم‌پزشک ببرن
یا اغلب مثلا مدارس برنامه‌ای دارن که دید بچه‌ها رو چک می‌کنن و به پدر مادر اطلاع میدن، یا پدیاتریشن ها متخصصین اطفال چک میکنن و در سال‌های آخر عملا این دیگه چیز متداولی شده که این چک میکنن و اگر دید بچه خوب نباشه نامه میدن به پدر مادر که اونا دنبال معالجه برن. معالجش عبارت از اینه که اون چشمی که دید خوب داره اونو ما ببندیم که چشمی که بعد مجبور بشه که به اصطلاح به کار بیفته و به این ترتیب به اصطلاح اون دیدی که لازم داره پیدا بکنه. اینو میگن پچینگ، یعنی یه چشم میبندن، چشم دیگه به اصطلاح، یا اگه مثلا بچه چشم انحراف داره باید در همون سالهای اول این چپیشو به اصطلاح معالجه بکنه، عمل بکنن، چون اگه صبر کنن 10 سالش عمل بکنن ممکنه از نظر بینایی کازمتیک یا زیبایی درست بشه ولی دیدش به اصطلاح بر نمیگرده. یا اگه مثلا کاتاراکت آب مروارید مادرزادی داشته باشه باید همون در سال اول اینها عمل بشه که به اصطلاح جلوگیری بشه از این تنبلی. بنابراین راجع به اون برنامه که شما گفتین که در 40 سالشه هیچ نوع به اصطلاح درمانی برای آمبلیوپی وجود نداره و اونم باعث کراتوکونوس یا به نظر من شما قوزی قرنیه فکر می‌کنم منظورشون کراتوکونوس ایجاد نمی‌کنه، هیچ کاری نمی‌کنه، چشم تو به طور طبیعی خودش نشون میده منتها دید نداره و از هر نظرم سالمه. شبکی همه چیز. خیلی ممنونم آقای دکتر. اجازه بدین بریم سراغ تلفن‌ها. تلفن‌هامون بیننده‌هامون پشت خط هستن. من از همه شما دعوت می‌کنم که هم از ابتدای برنامه این برنامه رو ببینین و مهمتر از همه اینکه خیلی کوتاه صحبت کنین، سوالاتون رو مطرح بکنین. ما سعی می‌کنیم که از سوالات تکراری خودداری بکنیم تا سوالات بیشتری رو پاسخ بدن آقای دکتر. الناز از تهران روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام، خسته نباشین. ممنون. من یه سوالی دارم خدمت آقای دکتر. پدر من اسفند ماه عمل شبکیه کردن و گفتن که شبکیه چشمشون به شدت آسیب دیده و متاسفانه برای چکاپ مجدد که تشریف بردن بیمارستان الان میگن بینایی چشمش رو از دست داده و هیچ راه درمانی دیگه‌ای وجود نداره. میخواستم ببینم که ممکنه که با پیوند یا راه درمانی دیگه‌ای وجود داره. آقای دکتر سوال خاصی از ایشون ندارین شما؟ من تمام به اصطلاح صحبت ایشون رو نشیدم، خیلی قطع شد، ولی مثل خلاصش این بود که عمل شبکیه کردن و موفق آمیز نبوده. آیا با پیوند شبکیه متأسفانه پیوند شبکیه میتونین شما وجود از نداره. طریق تلفن گوش کنین بفهمین آقای دکتر. پیوند شبکیه واقعا وجود نداره و تنها پیوندی که ما در چشم می‌کنیم پیوند قرنیه است که این قسمت جلوی چشمه و در موارد است که چشم یه لکه‌ای پیدا میکنه در اثر ضربه یا عفونت که این قسمت برداشته میشه و یه قسمت به همین اندازه از چشمی که به اصطلاح وقف شده در اونجا گذاشته میشه و بخیه میشه. ولی این قسمت قرنیه که قسمت جلوی به اصطلاح پنجره جلوی چشمه شیشه. ولی راجع به شبکیه که عبارت از این به اصطلاح قسمت داخلی پوشش داخلی چشمه، این هیچ نوع پیوندی تا به حال انجام نشده و وجود نداره هم چیزی. خیلی ممنون. آقای آرش از ترکیه روی خط هستین. سلام، بفرمایید. از طریق اسکایپ. الو، درود در شما و جناب آقای دکتر. بفرمایید. من اولا از آقای دکتر تقاضا داشتم که بعضی از اصطلاحات چشم پزشکی که وقتی ما مراجعه میکنیم به ما میگن و ما اصلا متوجه نمیشیم، مثل اصطلاح تک چشمی یا حالا اصطلاحات اینجوری چشم پزشکی رو یه توضیح بدن. یا بعضی دکتر شما سوال خاص خودتون رو اگر بفرمایین جدای از اصطلاحات اجازه بدین که فقط درباره سوال خودتون بپرسین. به نام ذبیح الله از مزار شریف افغانستان سوال کرده بودن. های دکتر، ذبیح الله از 9 سالگی با گرم شدن هوا خارش چشم پیدا میکنه. در حال حاضر 26 سالشه. یک قطره ای رو هم اسمش رو گفته بود که من نمیدونم حالا آشنا باشیم یا نه، SCG drop نور، حالا قطره ای بوده که برای خارش چشم دکتر داده، گفته این برمیگرده به آلرژی و حساسیت هستش، نباید در معرض نور خورشید قرار بگیره و میگه سالهای قبل درد زیادی نداشته، 5 سالی میشه که دردش زیاد شده، در هوای سرد هم درد نداره. این راه درمانش چیه و کلا مشکلشون چیه؟ اگه ایشون چشمش از 6 سالگی
خارش داشته و قرمز 9 سالگی. بوده 9 سالگی خارش داشته و قرمز بوده، دو تا علت عمده هست. یکی اینه که این ممکنه که به اصطلاح یک ورم ملتهمه آلرژیک باشه که بعد درمانایی که دکترها تجویز میکنن داروهای ضد آلرژی، قطره‌های چشمی است که بعضی از اینا رو فقط شما روزی یک قطره می‌ریزین اثرش 24 ساعت ادامه داره. یکی دیگه ممکنه بلفاریت باشه که اون خیلی شایعه و اون باعث این میشه که لبه مژه‌ها شورهای خیلی کوچیکی میزنه و پلک لبش کلوف میشه و چشم قرمز میشه و خارش و درد و قرمزیه. بنابراین تشخیص اینکه این یک بلفاریت یا به اصطلاح یک ورم ملتهمه آلرژیک هست، این با اون دکتر چشم پزشک که با دستگاه اسلیت‌لم یا بیومیکروسکوپ به ترجمه فارسی نگاه میکنه و میتونه تشخیص بده که ببینه کدومی که از ایناست و درمان رو متوجه اون قسمت به خصوص بکنه. خیلی ممنون آقای دکتر. و هر دوتا اینا خیلی شایعه، خیلی علت شایعه به اصطلاح قرمزی و خارش و درد. پس حتما باید پیش متخصص دوباره برم مشخص بشه ببینه که کدومه و درمانی که داده میشه. چون اگه بلفارید باشه درمان شامل کمپرس گرم، شستن با شامپو، بعد ریختن قطره های مثلا توبردکس، داروهای به خصوص. اگر نه به اصطلاح یک کنجونکتیویت یا ورم ملتهمه آلرژی هست، بعدا داروهای آنتی هیستامین اینا باید بهشون بدن. خیلی ممنون. آقای تقی از ازنا روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام خانم روزیتا، وقتتون بخیر. ممنون، بفرمایید. خدمت آقای دکترم سلام عرض می‌کنم. من خواستم بگم من آقای دکتر من سال‌هاست که دارم با مشکل زخم قرنیه، من خیلی سنم کم بود، چشمام تبخال زد، البته پلکام هم مشکل سوختگی و اینا. بعد چندین سال تحت نظر فارابی بودم، لعبافی نجات بودم، ولی کاری برام نمی کنن. الان تاری چشمم خیلی شدید شده، هر طوری که تبخال می زنم باز بدتر میشه تاری چشم. بعد داروم هم فقط الان اشک مصنوعیه، هرچی میگم این پیوند میگن نمیشه، جواب نمیده، ریسکه، باید ریسکشو بپذیری. خب نمیدونم باید چی کار کنم. من در خدمتم، اگه سوالی باشه باز. مرسی. شما مثلا تبخال قرنیه دارین که متاسفانه بیماری خیلی بدیه و اغلب باعث همون کدورت قرنیه میشه. در مرحله که این به صورت حاد هست شروع میشه، داروهایی هست که داروهای ضد ویروسیه که اونا بایستی که به شما داده بشه و اونا رو استفاده بکنین که این به صلاح ویروس از بین بره و این زخمی که دارین بزرگتر نشه. گاهی مثلا داروهای دیگه به حسب اینکه چه نوع مثلا زخمی باشه ممکن داروهای کورتیزون هم علاوه بر اون دواهای ضد ویروسی به شما بدن، ولی با تمام اینا شما در حال یک لکه وسط قرنیه‌تون دارین که این قسمت اون نشون بدم من قرنیه رو، این قسمت قرنیه است، اینجا باید پیوند بشه همونطور که خودتون میدونید. و معمولا دلیلی به نظر من وجود نداره که اگه شما یک به اصطلاح لکه قرنیه دارین این پیوند نکنن. البته خب هر پیوندی یه مقدار ریسک داره، ممکنه مثلا بدنتون قبول نکنه و این پیوند به اصطلاح بیفته، بعد میتونن دوباره پیوند بکنن. گاهی مثلا تا 3 دفعه میشه به اصطلاح دوباره پیوند تکرار بشه. بنابراین شما اتفاقا حالتی دارین که قابل معالجه است، یعنی با عمل جراحی این میشه درست بشه. بله. و گفتن ریسک داره، خب خیلی از عملها ریسک داره و مثلا شما عمل آب مروارید میکنین و شانس موفقیتش 95% 96%، این عمل ممکنه مثلا 60% بشه، ولی در حال شما که فعلا نمیبینید 60% هم امکان به اصطلاح بهبودی باشه اونو باید قبول کنید. البته چند درصد نتیجه میتونیم بگیریم بر اساس اون دکتریه که شما رو میبینه و میتونه به شما مثلا بگه که درصد موفقیت چجوری، ولی این قابل معالجه خواهد بود. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای نجفی از مشهد روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام خانم ایرادوز، خسته نباشید به شما و آقای دکتر میمون بزرگوار. از مشهد زنگ زدم مزاحم شما شدم، من موقعی از آقای دکتر کار دارم از روزی بزرگوار. 62 سال سنمه، موقع که من میرم عراق سرخواد کجا بیام بزرگ شما سرخواد کجا بایدارم میرم عراق، شب روی که با ماشین میرم رانندگی خیلی راحت رانندگی میکنم با آرامش. اون که روز میرم به سمت عراق از مشهد عراق، موقع که ایرج آفتابی میزه و چشم خیلی راحته،
موقعی که آفتابی میزنم رو زیرم چشم شروع میکنم به حالت عشق آمد آمدن در صورتی اینک هم یعنی رانندگی بدون اینک هم یعنی اینک تجهیز نکردم با اینک تجهیز کردم ولی بدون اینک شب و راحت میرم با اینک حتما باید بسرا اینک آفتابی بزنم روی چشمهای اینک بدون نارسه چشمی باشه شب رانندگیم خیلی قویه روز مشکلات اینجوری دارم یعنی نور شما رو اذیت میکنه آقای نجفی منظورتون اینه که نور اذیتتون میکنه احسن نور مثلا برف باشه و یه آفتاب باشه سمت آفتاب رو بگیم خیلی ممنون شما عینک آفتابی میزنی یا نه وقتی که تو آفتاب رانندگی میکنی شب که رانندگی روز که رانندگی میکنم چند در تلاحظه که میزنم و مشکلی نداره عینک آفتابی خیلی راحت مران ولی ویدشیشم شب خیلی قوی آقا دکتر شب که راحت این روز هم که عینک آفتابی میزنین باز راحت این دیگه بله روز راحت هم اونجا عینک آفتابی میزنم خب عینک آفتابی میزنین عینک آفتابی برای همینه که شما وقتی که شما پس تقریبا درمانتون رو پیدا کردید بعضی چشما خیلی به نور حساسه و شما میتونین همونطور که خودتون راه حلش رو پیدا کردین وقتی که در آفتاب و نور زیاد رانندگی میکنید عینک آفتابی بزنین و اگه اون عینک آفتابی که میزنین بازم ناراحتین یه کمی پررنگ‌تر بگیرین چون عینکای آفتابی به اصطلاح درجات مختلف داره میتونین کمی مثلا تاریک‌ترش بکنین تا جایی که چشمتون راحت باشه خیلی ممنون شب هم که راحت دیگه شب که مشکل‌ترین موقع رانندگی شما به اصطلاح اشکالی ندارین بنابراین خیلی مسئله مهمی نیست خانم فرشته از تهران روی خط هستین سلام بفرمایید سلام خانم خانم خیلی ممنونم سلام میکنم خدمت آقای دکتر خواستم از آقای دکتر بپرسید که من پسرم میخواد پنجمه لیزر کنه برای اینکه دیگه عینک نزنه چشش خواستم ببینم اگه لیزر کرد تو چند روز بعد استراحت کنه یا نور به چشش نخوره یا بیرون نره یا میتونه آیا روز دو روز بعدش میخواد مسافرت کنه میتونه مسافرت کنه یا نه گفتم از آقای دکتر بپرسم ببینیم ایشون چند سالشونه خانم فرشته 39 سالشن بله ایشون که عمل لیزگی میکنه یکی دو روز بعدش میتونه مثلا رانندگی بکنه و بره کاراش انجام بده محدودیت زیادی واقعا نیست خوشبختانه با تکنیک هایی که مثلا این روزا عمل میکنن نتایج خیلی خوبه و یکی دو سو فقط قطره هایی که دکتر بهش میده اونا رو باید بریزه و بعد سعی کنه که دستش مثلا آلوده نباشه که به چشمش میزنه که عفونت چیزی پیدا نکنه یا چشمش نمالونه که اون به اصطلاح لیزیکش عمل خراب نشه ولی میتونه در عرض یکی دو روز بعدش بره دنبال کارش و رانندگی بکنه مثلا آقای دکتر تا این لحظه خیلی از مشکلاتی رو که مطرح شد برمیگرده به جراحی لیزر درست چه کسانی کاندید مناسبی برای جراحی لیزر هستن یکی از کاربرانمون هم به نام حسین سوال کرده بود در همین رابطه و میگه شماره عینک بالا استفاده میکنه مردده که آیا در صورت جراحی لیزر باز هم چشمش ضعیفتر خواهد شد یا نه ولی فکر میکنم حالا بعد از اینکه پاسخ حسین رو هم دادیم اینکه چه کسانی واقعا کاندید مناسب برای این جراحی هستند معمولا شما باید حداقل بین 20 تا 21 سال داشته باشین تا کاندیدیت باشین دلیلش اینه که مثلا اگه شما میوپی داره چشمتون و شمارتون مثلا منهای دوه 16 سالتونه بعد 18 ساله میرین دکتر میگه شده 2.5-3 بعد 19 ساله میرین میشه 4 این شماره چون تغییر میکنه بنابراین شما موقعی بعد لیزیک رو بسا شروع بکنین و عمل بکنین که چشمتون به صلاح دیگه تغییراتش متوقف شده و معمولاً تمام به صورت انکسار یا ریفرکتیو ارور در سن 20-21 سالگی دیگه متوقف میشه بنابراین زودتر از اون واقعا به صورت صلاح نیست از اون سن شما میتونین اول بکنین حالا چه کسی کاندیدیته شما هرچی شمارتون بالاتر باشه به صورت کاندیدیت بهتر هستین چرا مثلا کسی که فرض کنین شمارش نیم درجه است یا منهای یکه این اگه عینکش هم یه روز یادش بره میتونه بره کارش بکنه حتی رانندگی بکنه ولی کسی که شماره 3 یا 4 یا 6 یا 12 یا 16 عینکش که ازش بگیرین هیچی نمیبینه بنابراین این آدم خیلی به استفاده بیشتری میکنه از این که چشمش درست بشه که نه عینک بزنه نه کانتاکت لنز بزنه بنابراین عملا هر کسی میتونه کاندیدیت لیزیک باشه و اون که شمارش بالاتره کاندیدیت بهتره منتها شما از 40 سال که به بالا برین
یه مقداری پرابلم پیدا میشه، برای اینکه از 40 سال به بالا مثلا پیرچشمی یا پرسبایوپیا پیدا میشه و شما که لیزر میکنین دید دورتون صحیح میشه، ولی برای نزدیک باز عینک خوندن بزنین، ولی زیر 40 سالگی نه لیزر کنین، نه برای دور نه برای نزدیک احتیاج به عینک نخواهید داشت. سنتون بالاتر هم که بره مثلا 65 بشه 70 بشه معمولا آب مروارید پیدا میشه و بنابراین به صلاحتون نیست که عمل کنین. چرا؟ بلکه زمانی که شما آب مرواریدتون رو به صلاح در میاریم ما ایمپلنت میذاریم داخلشش، باز دیدتون میشه 20-20 یا 10-10 دیگه احتیاج به لیزیک نیست. بنابراین در سنین بالا به دلیلی که بیماری های اینجوری هست به صلاح از نظر اینکه شما کاندیدت باشین اونقدر خوب نیست، ولی در سن زیر 40 سالگی خیلی خوبه، همه کس به صلاح قابل کاندیدت خوب برای لیزیک هستن و هرچم شماره بالاتر باشه نتیجه بهتره بگیرن. حالا امروز آستیگمات هم باشن قابل اصلاح است، حتی مثلا میوپی های 22-24 که شیشه های خیلی زخمی میزنن اینا با لیزیک. خیلی ممنون آقای دکتر. یه سوال دیگه هم یکی از کاربرا به نام شبنم پرسیده بود، میگه بر اثر استفاده از روی از لنز روی قرنیه خراش افتاده و دیگه نمیتونه لنز. بله کانتاکت لنز، یعنی هر روزم از این روزانه ها بوده که تعویضش میکرده، ولی الان به خاطر اون خراشی که روی قرنیه خورده نمیتونه لنز بزنه، کانتاکت لنز بزنه و مجبوره که عینک استفاده بکنه. این راه درمانش چیه و باید چی کار کنه؟ ولی ایشون چه با کانتاکت لنز در مورد کانتاکت لنز موفقیت نداشته، کاندیدت خود برای لیزیکه اگه نخواد عینک بزنه، اگه عینک هم بخواد بزنه که خب چه بهتر، اون خراش قرنیاشو باید دکتر معالجه کنه با داروهای مختلف و بعد میتونه عینکش بزنه. پس با دارو قابل درمانه این خراش روی قرنیه؟ اگه طوری باشه که کدورت رو قرنیاش گذاشته باشه، قرنیاش کدر باشه که خب میشه مسئله پیوند قرنیه اینا، اگه نه فقط چند تا خراشه که اینا خب اینا اغلب التیام پیدا میکنه با آنتی بیوتیک و اشک مصنوعی این چیزا و بعد که به صورت طبیعی برگشت میتونه از عینک استفاده کنه و بعدم میتونه اگه خواست شمارش بالا بود لیزیک بکنه بعد. خیلی ممنون آقای ادموند از استرالیا روی خط هستین، سلام از طریق اسکایپ بفرمایید. سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون. من اجازه بدید قبل از سوالم در مورد چشمی تشکر بکنم. آقای ادموند الو اجازه بدید ارتباطمون قطع شد. آقای شاهین از فارس روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام عرض میکنم خسته نباشید. سلام. بله اول تشکر میکنم از این برنامه چه مصلابه واقعا. بله میخواستم از آقای دکتر بپرسم که بعضی وقتا حجم مثلا شخص گریه میکنه ولی این گریه دیده نمیشه، مثلا گریه ملوانان آمریکایی توی ایران که گریه کردن. ولی خیلی ممنون از شما که در این برنامه شرکت کردین. آقای دکتر یکی دیگه از سوالاتی که مطرحه اینه که خب افراد با بالا رفتن سنشون مشکلاتی پیدا میکنن، خب مشکلات چشمی پیدا میکنن، دیدشون ضعیفتر میشه. واقعا مهمترین بیماری هایی که باعث نابینایی افراد بالای 65 سال میشه چیه؟ اصولا 4 تا بیماری مهم است که این باعث نابینایی در افراد سنین بالا میشه که اینا در رأس اینا به اصطلاح macular degeneration که این البته من ترجمه فارسی براش ندارم ولی این در شبکیه، اگر میتونین ببینین یه قسمتی بله. از شبکیه اینجا زایه پیدا میکنه و اون به اصطلاح قدرت بیناییش از دست میره و این چیز خیلی شایعیه و افراد که سنشون میره بالا به تدریج در اثر این مثلا فرسودگی میتونیم بگیم دیجنریشن میگیم به انگلیسی یا فرسودگی قسمت شبکیه در قسمت ماکولا دید شروع بکنه به تار شدن و این اول به این صورت میشه که برای دیدن علائم راهنمایی تلویزیون خوندن و این به تدریج بدتر میشه که اون خودش دو نوع، یه نوع خشک و یه نوع مرطوب. نوع خشکونه که فقط مثلا فرسودگی در شبکیه، از نوع مرطوبونه که ترشح به اصطلاح مایع و خونریزی ایجاد میشه که بعد اون باعث با عمل لیزر و یا داروهایی که جدید اومده که آمپولایی که داخل چشم میزنن ما یه دفعه معالجه بشه و خیلی افراد به اصطلاح مسن دیدشون به حدی ممکنه برسه که حتی به اصطلاح از نظر قانونی
کاملا کور باشن. یکی دیگه از اینها بیماری گلاکوم یا آب سیاه هست که وقتی که فشار چشم بالا میره و در اثر بالا رفتن فشار عصب چشم به صلاح صدمه میبینه و اینجا دید از قسمت محیطی شروع میکنه از بین رفتن. دید مرکزی خوبه، مریض قشنگ میبینه و هیچ اشکالی نداره و متوجه نمیشه که دیدش از اطراف داره تنگ میشه و این میگن یک نوع مثل سایلنت بلایندر، یعنی مثل فشار خونه که مریض خودش اطلاعی نداره ولی یه دفعه یا سکته میکنه یا حمله قلبی میکنه. اینم همینطور در بیماری گلاکوم یا آب سیاه مریض اصلا نمیدونه که بیماری داره و به تدریج وقتی که متوجه میشه دیگه دیدش به قدری کم شده که دیگه واقعا نمیتونه مثلا در ببینه یا رانندگی بکنه. و اونم تنها راهش اینه که باید حتما سال یه دفعه وقتی شما از 60 سال بالاتر هستین برین چشم پزشک، فشار چشمتون رو بگیره همونطور که فشار خونتون رو میگیرن. و اگه این بیماری رو دارین که اول با داروه، اگه با دارو نشد بعدن لیزر یا بعدن عمل جراحی معالجه بشه. یکی دیگه کاتاراک آب مرواییه که معمولا از 65 سال به بالا به اصطلاح بیشتر دیده میشه، پایین‌تر هم ممکنه ولی هر چه سن میره بالا احتمال آب مروارید بیشتره. اونم که خوشبختانه تنها بیماری است که از این سری که من میگم 97-98% شانس بهبودی داره با عملهای جراحی جدید که ایمپلنت داخل چشم میذاریم و غیره. و بعد از همه بدتر به اصطلاح بیماری دیابتیک رتیناپاتیه که بیماری قنده که این به تدریج باعث به اصطلاح ترشح خون و مایع داخل چشم میشه و شبکیه رو از بین میبره. و اونم بیماری هایی هستن که مثلا اینجا نمیدونن که قند دارن، چکاپ نکردن، پلو دکتر نرفتن، بعد یه دفعه میبینن که مثلا دیدشون تار شده، بعد که میرن یه در یه مرحله خیلی به اصطلاح پیش رفته هست. اینه که اونم خیلی مهمه. حتی کسایی هستن که بیماری قند هم دارن و چشمشون رو نمیرن چک بکنن. حتی بعضی از متخصصان داخلی هم من دیدم احیانا اینا رو تشویق نمیکنن که برن چشمشون رو چک بکنن و در مراحلی میان که واقعا درمانش خیلی به اصطلاح دیره. اینکه این چهار تا بیماریه که ماکولار دیجنریشن، گلاکوم، آب سیاه، کاتاراک و بیماری قند. که البته بیماری قند هم اونم میشه مثلا با لیزر خونریزی ها رو مثلا یه مقدار معالجه کرد. دارو هست که دارو چشم چیز باز هم مسئله پیشگیری هست و چکاپ سالانه‌شون به خصوص کسانی که حالا به بیماری دیابت هم دچار هستن. ممنون از توضیحاتی که دادین. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. برنامه پزشکی روی خط با شما همراه هستیم. در نیمه دوم برنامه تلفن‌های خیلی زیادی داریم. از شما خواهش می‌کنم که سوالاتتون رو خیلی کوتاه مطرح کنین تا آقای دکتر بیژن یوسفی متخصص بیماری‌های چشمی بتونن پاسخ رو بدن. آقای شهرام از بوشهر روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما و روزیتون و مهمان محترمتون، همه بینندگان و شنوندگان و همه جای دنیا. من حالا چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، گرچه شمعی از واقعیت دارم و بیشتر به قصد مزاح عرض میکنم، مثل گربه‌ای که سیبیلاشو بزنی تا عادل شب میره، چم توقع نداشتم که به صلاح دکتر به صلاح خدمتشون بشین. من در و پنجره هم خوب ببینم آقای دکتر، اما این روز دنبال وفا و مهربونی میگردم پیدا نمیشه. این یکی تو این ماه رمضان و حالا ماهای دیگه تو ایران جان امروز
من گوشت خیلی دوست دارم، دیگه گیره اون نمیاد. شبتون بخیر. خوشحال شدم. خب آقای شهرام امروز اومدن یه مقدار مسئله طنز کردن برنامه رو. ممنون از شما که تماس گرفتین. آقای علی از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. الو سلام عرض میکنم. بفرمایید. سلام. از موضوعتون که من 52 سال سن دارم، 10 سال پیش به آرزوی CSR توکیدی شبکیه مبتلا شدم. به تمام متخصصهای شبکیه مراجعه کردم، بی نتیجه بود، حتی که از مالجه به خارج از کشورم دستم. و البته اینو باید عرض کنم که من دچار شبکیه مادرزادی هم هستم. میخواستم آیدیتور اطلاعات کنن بفهمن که آیا نه در حال حاضر ولی در آینده نزدیک امکان مالجه هست یا نه. اجازه بدین یک بار دیگه بیماریتون رو دقیق بگین. آقای دکتر متوجه نام بیماری شما نشدن. آرزه CSR یا توصیدگی کامل شبکیه هست. CSR Central Retinopathy. بله دقیقا. بله و حدود 200 میکرون پارگی شبکیه دو رو فری نقطه دید دارم من. ولی این سنترال سیروس رتیناپاتی که معمولا باعث میشه که در قسمت ماکولای شبکیه ورم ایجاد میشه، این خیلی از موارد خود به خود خوب میشه و در بعضی از موارد هم وقتی که ما تست فلورسین آنجیوگرافی میکنیم که ماده رنگی داخل رگ تزریق میشه و عکس برداری از ته چشم میشه، اون نقطه ای که به اصطلاح نشت میکنه اینه با لیزر میشه به اصطلاح مثلا سوزون که این نشتش بم بیاد. معمولا بیماری نیست که باعث کوری کامل باشه، مگه شما علاوه بر اون چیز دیگه هم شبا انگار شب کوری دارن. این چیزی که این مثلا شب این به شب کوری ارتباطی نداره. اون یه داستان اضافه است ممکنه. درست. شب کوری دارن چون شب کوری بیشتر مربوط به قسمت محیطی رتین میشه، در حالی که این بیشتر چیز مرکزی سنترال سیروس رتیناپاتی مجزاست. تو شب کوری داستان دیگه است و اون واقعا پس امکان درمان داره. این سنترال سیروس رتیناپاتی بله اغلب موارد و گاهی دوباره عود میکنه بعد چند وقت یه دفعه. من مریضایی دارم که الان یکی دو دفعه حمله کردن، هر دفعه یه دفعه تو لیزر شده، یه دفعه خود به خود برطرف شده. خیلی ممنون. آقای دکتر، یکی از بیننده های ما از کاربران اینستاگرام به نام حسینی میگه 55 سالمه، 6 ماه پیش به دلیل تهوع و فشار خون پایین یک حاله‌ای در چشمم پیدا شد و دکتر گفت چیزی نیست ولی ادامه داره، احساس خستگی میکنم. آیا امکان داره از پیری چشم باشه؟ هیچ دارویی هم مصرف نمیکنم جز یک داروی خواب‌آور کلونازپام، شبها یک عدد مصرف میکنن و یک ساله که دارن این دارو رو مصرف میکنن. این مشکلشون بله بله من منظورشون نمیدونم از حاله چشم، منظورشون من دقیقا نمیدونم که حاله که میبینن چیه، ولی به پیرچشمی مسلما ارتباطی نداره. ولی اگه حاله میبینن اون من واقعا دقیقا نمیتونم که بگم که چیه. که جواب آقای حسینی اگر بیننده برنامه ما هستن سری به اینستاگرام بزنن، من صفحه اینستاگرام روبروم هست و منتظر توضیحات بیشتر ایشون هستم. سیامک یکی از کاربرانمونه میگه من 7 سال پیش به دلیل روماتیسم دچار تویت قدامی چشم شدم. یویت قدامی چشم من یویت یویتیس آیرایتیس بله که البته میگه همون موقع رفع شد و تا الان مشکلی نداشتم، دارو مصرف نمی کنم. الان میخواستم چشمامو عمل لیزیک بکنم و عینک رو کنار بذارم ولی پزشکم گفت چون زمانی این بیماری رو گرفتی صلاح نیست که این عمل رو انجام بدی. آیا واقعا کاندید مناسبیه برای این جراحی؟ آرترایتیس هم دارن، درد مفصلی دارن. بله نوشتن که به دلیل روماتیسم. درسته. بعد یکی از عوارض مثلا روماتیسم همین آرترایتیس یا التهاب داخل مثل اتاق قدامی چشم آیرایتیسه و کسایی که آیرایتیس دارن یعنی یه التهاب است که داخل چشم ایجاد میشه و همین خودش میتونه قرنیه رو به اصطلاح صدمه بزنه. گاهی یه رسوبادی در پشت قرنیه ایجاد میکنه که باعث صدمه به قرنیه حتی میشه و بنابراین صلاحشون نیست که به اصطلاح لیزیک بکنن چون یه بیماری که خودش به اصطلاح امکان داره قرنیه رو صدمه بزنه. شما به یه جراحی هم روی قرنیه بکنین لیزیک، یعنی که منم اگه واقعا یه مریضی داشتم که آیرایتیس داشت اون کاندیدیت به اصطلاح لیزیک نخواهد بود. درسته. مرسی. به صلاحشون نیست.
آقای دکتر، درباره از طریق پیامگیر سوالای خیلی زیادی دریافت کردیم. خونریزی شبکیه میگن آیا درمان داره؟ و خونریزی شبکیه ممکنه در اثر بیماری قند باشه. یکی از شایع‌ترین علت خونریزی قند ممکنه بسته شدن ورید داخل چشمی باشه، رتینال وین باشه، که معمولا در اثر ترومبوز یا به اصطلاح بستگی ورید ایجاد میشه. و البته اگه مثلا راجع به دیابتیز باشه، با لیزر گاهی اینا مریضا نتیجه خوب میدن. حتی اونهایی که مثلا فرض کن رتینال وین اکلوژن یا بستگی ورید دارن، اونا گاهی باز بر حسب چه نوعی باشه، اگه کاملا ورید مثلا داخل چشم قسمت مرکزی سنترال بسته باشه، واقعا کاری نمیشه کرد. ولی اگه مثلا یه شاخش مثلا یه چهارم این قسمت شبکیه وریدش بسته باشه، گاهی اونا باز کندیت لیزر خواهم بود که برای معالجاتی هست بر حسب که علت اون خونریزی چی باشه. گاهی که ممکنه یه پارگی در رتینش ایجاد بکنه، رتینال تر، اون باز ممکنه خونریزی داخل چشم بشه که اون نمیشه حتی ویترکتومی کرد، اون خونریزی نمیشه کاملا به اصطلاح از چشم اومد بیرون، مثلا تخلیه کرد داره رتینو به چسبونیم. که بعد ببینن علت خونریزی رو که من میتونم الان فکر کنم که دیابتیک رتیناپاتی سنترال رتینال وین اکلوژن بستگی وریده، و بعدم پارگی شبکیه که گاهی باعث خونریزی ویتره میشه که اون قابل معالجه است. خیلی ممنون. خانم زهره از طریق تلفن روی خط هستین از ایران، بفرمایید. سلام. سلام خانم ایران دوست و سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. من همسرم 4 ماه پیش عمل کردن، عمل شبکه، و دکتر برگشت گفت 50-50 هستش و 2-3 تا عمل انجام میدن. 2 هفته پیش که بردمش بیمارستان گفتن که دیگه هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم، با اون که روغن توی چشمشون تزریق کردن و قرار بوده در بیارن. الان بینایی ایشون در حدیه که روز و شب، و البته قبل از عملم تشخیص میدادن، ولی الان در حدیه که مثلا انگشتا رو جلوی چشمش که میگیره یه مقدار تشخیص میده. میخواستم ببینم چی کار باید بکنیم، چه رای حلی داره برای این کار. ممنون. این مثلا بیماری خیلی ایشون متاسفانه بدی داشتن. اگه مثلا پارگی شبکیه‌شون نوع خیلی ساده بوده، این مسلما با یه عمل اول خوب میشده. علتی که 2 دفعه عمل کردن، امکان داره که یه پارگی خیلی وسیعی بوده و یک مثلا سوراخی که اونجا باز شده که باعث پارگی شده خیلی وسیع بوده. حتی وقتی شما که میگین که روغن میخوام بزنن، یه نوعی است که خیلی دیگه واقعا به اصطلاح نوع وخیمی از بیماری رتینال دیتچمنت یا پارگی رتین بوده. اینکه اینطور که معلومه، اونها همه کاری که لازم بوده انجام دادن و اون به اصطلاح اویل اینجکشن روغن هم که دارن انجام دادن، یه واقعا من فکر میکنم که به نظر من میاد کوتاهی واقعا از طرف دکتر رتین نبوده. این ایشون یه بیماری خیلی مشکلی داشته که اونا تا اونجا که تونستن سعی کردن که اینو به اصطلاح ترمیم بکنن و مثل که بیشتر از این دیگه نشده. خیلی ممنون از توضیح شما. آقای حسین از ایران روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام میکنم خدمتتون خانم آقای دکتر. آقای دکتر، من 5-6 سالیه که محل کارم جنوب کشور چابهار و استان سیستان بلوچستان، اینجا آفتاب خیلی تندی داره. بعد حدودا از 1 سال پیش چش چپ من شروع کرده یه حالتی انگاری که گوشه چشم انگاری که فلش یه دوربین مثلا در طول روز شاید چند بار این اتفاق تو چند ثانیه بیفته واسه من. واسه من هم این علتش چیه؟ به سلامی تونو به این آفتاب این دو افعیده کنیم. بله، اون لایت فلشه که شما میبینین، فلش نور، اون واقعا ارتباطی به نور آفتاب نداره. شما داخل چشمتون یه ماده ایست که به اونجا میگن که ویتره، یه ژل مانندی است که اون ویتره. اون ویتره، شما چند سالتونه؟ آقای حسین، شما چند سالتونه؟ 32 سالمه. بله، اون ویتره شما به احتمال زیادی مثلا جدا شده از شبکیه، و در اثر اینکه جدا شده همونطور که حرکت میکنه تحریک میکنه شبکیه شما رو، به شما لایت فلش یا اون جرقه نور میبینید. این که خیلی مهمه که شما برید برای یه چشم پزشک که چشم شما رو به اصطلاح قطره بریزن، مردمکش رو گشاد بکنن که مطمئن بشن پارگی شبکیه ندارین. چون اگر احیانا یه پارگی در شبکیه باشه و اونو با لیزر یا عمل جراحی درست نکنن، بعد امکان داره که بعدن یه وقت این دکلمان رتین یا
جدا شدن کامل شبکه پیدا کنیم و دیدتون از بین بره. یعنی واقعا مریضی که جرقه میبینه یا لایت فلش اینجا میگیم که مثلا میگن چشون نور میبینه، این حتما باید تای چشمش با اصولا یه چیز ایمرجنسی میدونیم. مریضی که تلفن میکنه ما حتما روز بعد میبینیمش که مطمئن باشیم که چیز، اگه چیز مهمی نبود که نگران نباشین. اگه دکترتون گفت نه شما یه پارگی در قسمت محیط دارین که اونو با لیزر براتون، اگه برای یه متخصص شبکی برین چه بهتر. اگر متخصص شبکی در اختیارتون نبود، با هر چشم بجیسی دیگه میتونه ببینه و به شما راهنمایی بکنه. امیدوارم که آقای حسین پاسختون رو گرفته باشین و حتما به متخصص سر بزنین. آقای علی از اهواز روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام علیکم خانم ایران دوست و جناب دکتر یوسفی. من سوالم رو سه قسمت میکنم. از آن بزرگ شما که قسمت اولش اینه که در سن 25 سالگی یه بیماری هست یا نه، میگن مگسک. این از سن 25 سالگی تا حالا روی چشم چپ من هست، یعنی این مردم ها که چشم رو که گردش میدن این به عنوان یک اندازه یک مگس سیاه جلو چشم چپ راست میده و تا الان هم که 50 سالم هست هنوز برطرف نشده. بعدش هم هول و هوش 5-6 ماه هست که با توجه به اینکه ما تو اهواز هوای گرمی هست و حدود 30 سال هست من از اینه که آفتابی استفاده میکنم، 5 ماه هست که چشمام 2 ساعت سوزش پیدا میکنه. بعد از اینکه دستروم رو میشورم آب میزنم این سوزش برطرف میشه و مجددن این تکرار میشه. سال سوم این هست که اگر شما دکتر خاصی هم تو ایران میتونید معرفی کنید به ما که مراجعه کنید به چش، از شما ممنون میشم. متشکرم از برنامه خوبتون. شما کدوم شهر هستیم؟ اهواز. من اهواز هستم. حالا سوال اولتون مگسکی که شما میگین اینجا ایران میگفتن مگس پرون، مگس پرون عبارت از این است که همونطور که شما گفتین چیزی مثل مگس یا زنبور همونطور حرکت میکنه و این همون به اصطلاح ویتره یا مایه زجاجیه میگن در ایران. زجاجیه یه قسمتش آبکی شده و قسمتی که هنوز آبکی نشده وسط اون دریاچه برای خودش حرکت میکنه. اینم 90% موارد این چیز مهمی نیست، یعنی هر کسی میتونه این حالت مگس پرون و فلوتر اینجا ما بهش میگیم داشته باشه، ولی 10% اینم ممکنه در اثر یه پارگی شبکیه باشه. یعنی از هر 10 تا مریضی که مگس پرون دارن 9 تاشون خوبن، یکیشون ممکنه که در اثر پارگی شبکیه خونریزی باشه. اینی که باید شما حتما دکتر چشم پزشک برین تای چشم شما رو ببینه که مطمئن باشه که پارگی یا خونریزی ندارین، که اگر احتیاج به معالجه هست اون انجام بشه. بعد اون مسئله که گفتین گاهی چشتون به اصطلاح میسوز و قرمز میشه، اونم به احتمال زیادی، البته من که چشم شما رو ندیدم نمیتونم 100% قضاوت کنم، میتونی از همین به اصطلاح اشک مصنوعی هایی که بدون نسخه میشه از داروخانه گرفت بگیرین، هر وقت که میسوز و قرمز میشه یه قطره بریزین، روزی 3-4-5 دفعه هر وقت لازم شد اونو میتونین. سوال سومشون چی بود؟ سوال سوم شما آقای علی گفتم اگر که دکتری هستن که میتونن معرفی دکتری کنن واقعا تا اونجا که من میدونم، بله تا اونجا که من میدونم واقعا دکترای فوق العاده خوبی، من که فعلا سالا 30 سال خورده ایران نبودم، ولی اونجایی که نتیجه کارشون رو میبینم و عملهایی که میکنن میان اینجا با من به اصطلاح نظر منی میخوان، کارهای فوق العاده خوبی انجام میدن. دکترای به اصطلاح چشم پزشک خیلی خوبی اونجا هستن، شیراز خب اونجا دکترای خیلی خوبی هستن، حتما اهواز هم هستن. من واقعا متاسفانه دکتر به خصوص رو نمیشناسم، ولی فقط میتونم بهتون بگم ما واقعا چشم پزشکی خیلی واقعا خوبی در ایران داریم با تحصیلات خوب و دستگاه‌های خیلی مجهز و اینا. آقای دکتر، یکی از بیننده هامون از طریق پیامگیر پرسیده که بعد از بیماری ام اس بینایی چشمش رو از دست داده، آیا میتونه دوباره ببینه؟ بعد از مالتیپل اسکلروز ام اس یکی از چیزاش اینه که خواصش اینه که خیلی به اصطلاح از مسائلی که شما پیدا میکنی میاد و بر میگرده، یعنی مثلا یه مریضی میدان دیدش یه مقداری از دست میده، بعد دفعه دیگه که میاد اون قسمت خود به خود خوب شده، بعد دفعه دیگه دوباره به اصطلاح پیدا میکنه. بنابراین در مالتیپل اسکلروز یه بیماری است که خیلی به اصطلاح چیز داره، نوسان داره، میاد و میره. بنابراین امکان این هست که امکانش هست. بله خیلی ممنون. گفتن AMD دارن،
اوکی AMD همون مثلا macular degeneration که من خدمتتون گفتم تو 4 تا علت نابینایی در اولین بیماری بله در به اصطلاح از سن 65 بالا از سن پایین‌تر هم میشه، این مثلا فرسودگی شبکیه هست در قسمت مرکزی که ماکولا میگی به اون برسبی که باید اونم با چشم بزش ببین اگه نوع بله. معمولا درای خشکه که فعلا اینجا از این ویتامین های چشمی هست که اینا ترکیبات ویتامین آ و ای و سی و مثلا ای داره که اینا تو بازار هست بدون نسخه میتونن بگیرن روزی دوتا بخورن، اگه نوع مثلا مرتوبش بشه که اون خیلی مهمه که باید بعد تستایی مثل فلورسین و OCT و اینها بشه و اگه لازم باشه یا لیزر یا داروهای مثلا تزریقات داخل چشم. خیلی ممنون آقای دکتر. یکی از بیننده هامون از طریق پیامگیر و بیننده کاربر دیگه ای از طریق اینستاگرام به نام کاوه گفته در مورد بیماری RP میشه توضیح بدین؟ رتینال پیگمنتوزا یه بیماری است که مثلا یک مثلا دیستروفی یا تغییراتی در قسمت شبکه ایجاد میشه که متاسفانه بعد این مثلا باعث چیز میشه، باعث از بین رفتن میدان دید میشه و بیماری است که معالجه نداره، فقط وقتی که خیلی پیشرفت میکنه و دید بیمار خیلی کاهش پیدا میکنه میتونه از مثلا وسائلی که برای بیماری‌های کم دید مثلا مگنیفاینگ لنز، ذره‌بین از این چیزا استفاده کنه. البته اینجا در NIH ریسرچ می‌کنن دائم معالجات مختلفی هست ولی واقعا تا حالا چیزی نبوده که خیلی بیماری بدیه و خیلی هم شایع نیست، ولی وقتی که هست یه مثلا دیجنریشن مثلا رتینه و این کاری نمیشه کرده. ممنون. آقای فریدون از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام عرض کردم به شما خانم و آقای دکتر. عرضم به شما من از بچگی از نوزادگی چشم راستم لک افتاد، بعد چشم چپم خیلی خوب و قوی بود، در 18 سالگی ناگهان این چشم که بسیار به اصطلاح خوب و قوی بود مثل حباب مانندی آسمان رو نگاه میکردم این بر اون بر میرم. الان 54 سالمه، هی 10 سال به 10 سال که گذشت این حبابایی که به اصطلاح دیدش خیلی زیاد چیزی شده بود بیشتر و بیشتر میشد و در سن 45 سال 47-48 سالگی من ناگهان شب که خوابیدم صبح خواب بیدار شدم دیدم اون چشمی که خیلی قوی خوب بود چشم چپم دیدم مثل خون شده بود، آزارم میداد. رفتم دکتر به من گفت یو بریم چی گرفت. حالا چند وقت من دقیقاً دکتر بهتون چی گفتن ببخشید؟ به من گفت یووید توضیح دادن آقای دکتر قبل از این؟ بله گفتن این چشم یووی گرفته التهاب شده، بیماری التهابیه. قرص تریکسین به من داده، جمعه ها با 4 تا بخورم. یکم سریعتر اگر سوالتون رو بگین ما زمان من چشم راستم هم که عمل کردم 2 مرتبه آبی سیاه بود گاهگاهی، البته پارسال بوده، گاهگاهی چشای من سرخ میشه شبا که خواب میشم بیدار میشم چشمی که عمل کردم و این یکی که به اصطلاح آقای فریدون عذر میخوام سوال دقیقاً سوال شما چیه لطف کنین بگین ما چون زمانمون تموم شده تقریبا. من ببینید جلوی چشم من مثل حباب مانندی میاد و اون چشمی که عمل کردم پارسال گاهی وقتا شبا که میخوابم سرخ میشه و اون پس شما دلیل این حباب ها رو و سرخی چشمتون رو میخواییم بدونین؟ همون میخوام بدونم اون چرا عمل کردم پارسال تا حالا هر 2 ماه یه مرتبه خواب بیدار میشم سرخ میشه اون خیلی ممنون آقای دکتر. راجب اون یوویایتیس که دارین اون یه بیماری است که قابل معالجه هست و بایسته که مرتب به فواصل خیلی کوتاه پلو دکتر چشمتون برین و داروهای ضد التهابی مثل کورتیزون و مثلا داروهایی که مردمک گشاد میکنه به شما میدن، چون اگه نکنین اون دیده چشمتون هم به تدریج از بین میره، چون یه بیماری بدیه ولی خوشبختانه معالجه داره و مریضی که تحت نظره تا سالهای سال دیدش نگه میداره. چشمی که عمل کردن به احتمال زیادی حتما
فشار چشمتون خوب شده. من نمیدونم هنوز داروی برای فشار تو اون چشمی که آب سیاه میریزه یا نه. متاسفانه زمانی نداریم بله. که ما ازشون سوال بکنیم. بله. پس بنابراین اگر اون چشمی که به اصطلاح عمل کردن هنوز بله. داروی برای گلاکوم میریزن، گاهی اون داروها باعث سرخی چشم ممکنه بشه. اگر نه هیچ دارویی نمیریزن اون دیگه یه مسئله دیگه است واقعا، بررسی به عمل داشته و چه نوع عملی کردن. و خیلی ممنون آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه ما شرکت کردین، اما از پرمخاطب ترین ها در شبکه های اجتماعی. دریافت‌های چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه و بانک این روزها در شبکه‌های اجتماعی از پرمخاطب‌ترین‌ها بوده. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران رفتار اون دسته از مدیران دولتی رو که از روزنه‌های قانونی استفاده کردن و پاداش‌های چند ده میلیونی گرفتن رو ظلم به دولت دونسته و گفته دولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کنه. آقای نوبخت همچنین از مردم هم عذرخواهی کرده و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی خبر داده که دیگه به موجب اون دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای میسر نخواهد شد. روزنامه شهر تیتر یکش بوده عذرخواهی نوبخت به جای احمدی نژاد و نوشته انتقاد سخنگوی دولت از رسانه‌هایی که حقوق‌های میلیونی رو بیشتر از اختلاس‌های میلیاردی دیدن. رضا تصویر روزنامه شرق رو در توییتر به اشتراک گذاشته و نوشته تیتر شرق در حالت خوشبینانه اشتباه بود. نوبخت مثل احمدی نژاد دروغ گفت. کلن رفتار دولت درباره فیش حقوقی احمدی نژادیه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا یه دستوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خودش خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هر گونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی رو شناسایی کنند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد کنند و مدیران متخلف رو عزل کنند. اما برنامه فردا شب روی خط، کارخانه های تولیدی خانگی ارج، قدیمی ترین مؤسسه تولید لوازم خانگی، بعد از 80 سال فعالیت میخواد تعطیل بشه. چرا؟ شما تو خونتون از لوازم ارج استفاده میکنین؟ نظرتون درباره کیفیت این کالاها چیه؟ 202-382-7205 شماره پیامگیر روی خط، از همین الان منتظر پیام های شما هستیم. تا فردا، روز و شب همه شما خوش. صدای آمریکاست.